این مبحث که الان در میون ایرانی های علاقمند به کار اجتماعی و سیاست رسیدگی به امر اسلام، بررسی نو از کارکردش بر تاریخ ایران و اون نقشی که الان بازی میکنه یا تو این هزار سال گذشته بازی کرده و اینها که از دید بنده هم نقشش اگه نه 100 ولی 99% تخریبی بوده، به زور باید گشتیشی پیدا کرد که شاید همون 1% هم یه جای کمکی کرده باشه. تو برخی امور تاریخ دانا میگن ولی بیشتر از 1% نخواهد بود. با این نقش 99% تخریبی که در تاریخ ایران بازی کرده، ولی ایرانی ها معمولا به این اصلا کاری نداشتن. اولا که بر جامعه با خشونت چیره بود، هر کسی که میخواست کوچکترین انتقادی بکنه خیلی زود به قتل میرسوندنش. حتی کسایی که میخواستن توی یک حالت آلترناتیو بهش رسیدگی کنن مثل کسروی، بنابراین یه هزار سال دیگه کسی اصلا در موردش حرف نمیزد. جامعه ایران در حقیقت شکستش رو از اسلام پذیرفته بود که یه شکست خورد کننده، له کننده یه موقعی خورده و دیگه در حقیقت اون تاریخ گذشتش هم له شده رفته و توی این روزگار نو باید دیگه بسازه باهاش. یعنی یه موقعی از سده 4 و 5 هجری این شکست رو به حالت تمام عیار پذیرفته بودن. ما اینجا تو کلاس تاریخ نیستیم، اینا رو بعدا اگه علاقه داشتیم تو نشست های بیشتر عمق جزئیات میشکافیم، ولی اونا دیگه عمق لکچرهای تاریخیه. فعلا ما میخوایم فقط برآیند سیاسی رو بهش برسیم. خب این مملکت به وسیله اسلام یه موقعی کاملا متلاشی شد و از ریل تاریخیش منحرف شد. در اینا هیچ حرفی نیست که از یه ریل تمام تولیدی که در جهان باستان زبان زد بود به ریل تمام مصرفی شپ مافیایی یا حالت خیلی ذلیل دگرگون شد. البته حالا با اسلام شناسای ایران شناسای فرنگی هم صحبت کنی، خیلی هاشون از روی تعارف این مسائل رو نمیگن، چون یارو بالاخره میخواد مثلا ویزاشو بگیره بره تو منطقه پژوهش کنه، اصلا به این امور دست نمیزنن، میگن این مسئله خود خاورزمینی هاست، به ما نیومده که اینجوری داوری کنیم. ولی اگه یه ایرانی که به کارهای تاریخی علاقه داره نگاه کنه، جز اینی که من گفتم نمیتونه آخر سر خیلی نتیجه گیری کنه. یه هزار سالی هم عرض کردم پس از اون شکست نهایی کسی در موردش حرف نمیزد و اصلا فراموش شده بود، همه چی فراموش شده بود. از دوران پیش آماده سازی مشروطه احتمالاً میشه گفت با خود آقای آخوندزاده این زخم سرش دوباره باز شد، که وقتی که ایرانی ها این شکست های شدید رو از فرنگی ها خوردن، خیلی هاشون به فکر فرو رفتن که ریشه یابی کنن. اکثریت میگفتن به خاطر همین عقب ماندگی صنعتی مونه و اینو اگه یک مقدار ما بهش رسیدگی کنیم از راه زدن مدرسه و دانشگاه و کارگاه فنی و اینا خودمونو میرسونیم و بعد مشکل حل میشه، چون تا قبل از اینکه نظر صنعتی عقب بیفتیم همین تا زمان صفویه برای خودمون تو غرب آسیای ابرقدرتی بودیم. پس بنابراین یه ضعف موضعیه مسئله صنعت و دانش. عباس میرزا مثلا اینجوری میاندیشید. کسای معدودی مثل آخوندزاده ولی میگفتن که خب این چی شده که ولی ما از نظر صنعتی و علمی به این حالت عقب افتادیم و چی شده که وقتی هم میخواییم راه اندازی کنیم با این شدت امنای مذهبی باش برخورد میکنن، مذهب اسلام، دین اسلام باش برخورد میکنن و کار جلو نمیره و روی هم رفته. اصلا چی شده که ما اینجوری عقب افتادیم؟ اصلا چه لزومی داره ما عقب بیافتیم؟ آخوندزاده و کسایی مثل اون برای اولین دفعه این داستان رو سرشو باز کردن، برگردوندن تا قادسیه به عقب. این بعد از اینکه این داستان هزار سال بود فراموش شده بود، دوباره سر زخمو باز کردن، گفتن که اونجا میشه ریشهشو پیدا کرد که یک جامعه تولیدی به یک جامعه غارتی مصرفی تبدیل شد و پس از اینکه ما غارتی مصرفی شدیم روحمون دیگه روح تولیدی نبود
و حتی صفویه هم مال هر چقدر که کوشش میکردن که یه کارایی بکنن، جست و خیزی بکنن در مسئله ساختاری، این پایدار نبود، چون دولت مرکزی باید اینو علیه خواست ملت انجام میداد. اون داستان مسافرین فرنگی معروفه که وقتی میرفتن به دربار و شاه عباس باشون رایزنی میکرد که چیکار کنیم که کارکرد صنایع رو بکشیم بالا، اونا معمولا یه نگاه خیلی تلخی به مسلمان‌ها داشتن و با تعارف از زیر پاسخ در میرفتن. گویا یکی یه بار برگشته بوده گفته بوده اعلیحضرت، من در کشور شما، در مردم شریف شما، کسی رو که به تولید و کار استخوان خرد کن علاقه داشته باشه مثل تو فرنگ تا حالا پیدا نکردم. قوم شما به دو کار علاقه دارن، به تجارت و به غارت. برای همینم اگر میخوای صنایع رو برکشی، برو ارمنیا رو بردار بیار اصفهان. تو قوم مسلمون خودت کسی دنبال تولید نیست. اون اسم تولید که میاد خوابشون میبره. دوست دارن هی بزنن و ببرن، از بزن و ببر خوششون میاد، که اونو تو تجارت و حالا اون یکی تو بخش نظامیش تو غارت میشه ریالایز کرد، تحقق داد. یعنی وسط راه هم یه اشاراتی به این مسائل شده بود، ولی خب در موردش بیشتر صحبت نمیکردن. میگفتن حالا سری که درد نمیکنه دستمال نبند، ولی خب این سر هر روز بیشتر داشت درد میکرد. یعنی وقتی که فرنگی ها شروع به پیشرفت کردن، عقب ماندگی ایرونی ها هویداتر شد. بعد با شکست های عظیمشون از روس ها دیگه گند کار دیگه همه جانبه در آمد و پرده ها گسست. یه کسایی مثل آخوندزاده اومدن این زخم شکست از اسلام و تبدیل جامعه تولیدی ایران ساسانی به جامعه مصرفی غارتی روزگار اسلام رو سر داستانش رو باز کردن دوباره. البته چون اکثریت قوم دیگه کاملا مسلمون بودن، که هزار سال از اون روزگار مقاومتشون علیه اسلام گذشته بود، اصلا میگفتی اصلا یارو نمیفهمید در مورد چی داری صحبت میکنی، اینا هم این صحبت ها رو خیلی جدی نگرفتن. در سطح روشنفکر ها یه مقدار موند و اینها، ولی خیلی کمرنگ، تا اینکه انقلاب مشروطه رخ داد. انقلاب مشروطه هم میگفت آقا اینجور دعوا رو راه ننداز، ما چیزی که لازم داریم الان اینه که دستگاه دموکراسی رو باید از فرنگ یاد بگیریم، برسازیم، یه مقدار کارشناس و اینا از فرنگ بیاریم که سرآغاز کار رو به ما یاد بدن. ما ایرونی هم از آدم های با استعدادی هستیم چون و چنان، و بعد را میفته این ماشین، کم کم را میفته و اون عقب ماندگی که باعث این شکست ها شده پشت سر گذاشته میشه. از این داستان های هزار سال پیش نگو که این فقط دعواهای را میندازه که لازم نیست. یعنی اکثریت پدران مشروطه هم بر این باور بودن که این داستان نباید سرشو باز کرد. در روزگاری که رضا شاه اومد سر کار، که او هم نمیخواست رسمی این داستان رو باز کنه، ولی رایزنان دور و بر او به این خودآگاهی رسیده بودند که فرهنگی که قبل از اسلام تو ایران بوده یه فرهنگ همخانواده بوده با فرهنگ اروپایی ها و مشتقی از اون بوده، حالا حالت زرتشتیش بوده و باعث همین شده بوده که ایران یک کشور تولیدی بوده. بعد که ایرانی ها به وسیله اسلام متوقف شدن و متلاشی شدن و دگرگون سازی شدن، پسرموهاشون در حقیقت پسرموهای هندو اروپاییشون این راهو بعدن ادامه دادن تا به انقلاب صنعتی. یه همچین درکی کسایی مثل تقی‌زاده و اینا دور رضا شاه داشتن. فروغی حالا کمتر، اون بیشتر فلسفی فکر میکرد. کسایی مثل تقی‌زاده حالا اون زمان نوجوانی روزگار کسایی بود مثل ذبیح بهروز، اونه که بعدن برآمده بودن، اونا این چیزا رو میفهمیدن، ولی خب نمیشد در موردش علنی صحبت کرد، چون عموم قوم تحمل نمیکرد که یه کسی بیاد بگه اون دین اصلی که داریم مایه انحراف قوممون بوده. و ولی رضا شاه اینقدر تو صحبت با اینا پذیرفته بود که باشه، ما این مسائل ایران کلاسیک رو یه خورده بیشتر زنده میکنیم و یک مقدار هم خودمون رو بیشتر وصل میکنیم به اروپا و به حالت طبیعی هم خودمون رو به اونا وصل میکنیم، به رفت آمد بیشتر علومشون رو یاد میگیریم، کوشش میکنیم یه مقدار از این داستان اسلام و عرب یه خورده فاصله بگیریم، ببینیم چی میشه. یه بالاست این که بدونی که فرسایشی پیش بیاد. این پروژه در زمان پهلوی استارت زده شد
و تا آخر محمد رضا شاه هم دنبال میشد. که ما کوشش میکنیم آروم آروم یه خورده از این سنت اسلامی یه خورده فاصله بگیریم، اونقدر که هویت خودمون یه جوری از اون زیر اون گل و لای و اینا بیاد بیرون دوباره شکل بگیریم. بعدم چون هویت خودمونم یه هویت هندو اروپایی بوده، مال من واژه آریایی رو نمیخوام به کار ببرم، آریایی در صورت یه واژه فنیه مال هندو اروپایی خاوری که نیاکان ایرانی ها و هندی های بودن که بعدن ریختن فلات رو گرفتن و اینا، ما اون قوم اصلی رو که بعدن هم رفته به اروپا هم اومده به ایران و از روی شناسایی زبان باستانیش فهمیدن که یه قوم مشترک بوده رو بهش میگیم هندو اروپایی فعلا. ما پس این هم خانوادگیمون رو با اروپایی های خورده برجسته میکنیم، راه و روش اونا هم که در صورت میخوایم بیشتر بریم اینا با هم سازگاری داره. بریم ببینیم تا کجا میشه رفت. این راهو اینجوری میرفتن و بر این ایمان داشتن که قوم ایران چون یه قومی رو به پیش رفت، وقتی شما بهش امکانات اجتماعی بدی، بهش امکانات تحصیلاتی بدی و یک مقدارم روحی سازی بکنی، تو کتابای درسی مثلا اون کتابای تاریخی بود که خاندری می نوشت برای دبستانونی که خیلی هم قشنگ نوشته بودن، یه خوردم روحی سازی بکنی، این بخش روحیه ایرانی این قوم که لگد شده به وصل اسلام این یه خورده خودشو پیدا میکنه و بعد میشه یه ستون دومی کنار ستون تشیع. تشیع هم که در هر صورت این دین ویژه ما ایرانی هاست، عربا و ترک ها که سایهشو با تیر میزنن و خلاصه کارمون تکمیل میشه. یه ستون هویت ملی داریم، یه ستون تشیع هم داریم که تعریف ماست از اسلام، اون یکی اصلا قبول ندارن، این تکمیل میشه. و در کنار این اصلا مطلب توسعه و صنعت و اینا رو به شیوه فرنگی میبریم جلو تا ایران بشه ژاپن دوم. این چیزی بود که در ذهن محمد رضا شاه و مشاورینش میگذشت. اتفاق جالبی که افتاد این بود که مسلمانایی که در ایران میزیستن، عموم قوم، حالا بشه بخشای اسلامی ترش، چون ایرانی‌ها که هیچ وقت هم درست حسابی مسلمان نشدن توی هزار سال، ولی یه 15% ما داشتیم که اساسی مسلمان بودن و هستن. خیلی هاشون هم وقتی دنبال میکنی اصلا بازمانده در حقیقت همون مهاجرین عرب قدیم هستن که حمله کرده بودن، یا ترک هایی که بعد اومده اونها خیلی مسلمان های تند رو شدن، در حقیقت اصلا از مهاجرین هم برآمدن، از خود دل خود ایران هم هیچ وقت نبودن، ولی به هر حال الان تو ایران بر خوردن و پرسنل جمهوری اسلامی هم اصلا 15% میاد بیشتر. ما 15% مسلمان سرسخت داشتیم، بقیه هم نه، معلوم نبود که درست هست یا نیست. ولی اتفاق جالبی که افتاد این بود که در زمان پهلوی اون بخش سرسخت اسلامی شروع کرد خودشو ری ارگانایز کردن، سازماندهی کردن از نو، و شروع کرد به اندیشیدن، آگاهانه اندیشیدن که آقا این مسیری که اصلا ما داریم بعد از انقلاب مشروطه میریم، اصلا ما مسلمونا میخوایم بریم. و با استناد مثلا به آنالیز های سید قطب میگفتن که اصلا نمیخوایم بریم. ما پیشرفتی رو که فرنگی ها پدید آوردن، پیشرفت صنعتی و علمی و لجکی هست، آخر سر مشتقاتی از کفر میدونیم و شرک، و اصلا لزومی نداره ما خیلی خودمون رو کوشش کنیم تو اون زمینه برسونیم. اگرم بخوایم مثلا برسونیم باید به یه شیوه اسلامیزه شدهش خودمون برسونیم. و این مطلب دومی هم که یعنی مثلا صنعت و علمو که این دولت پهلوی مطرح میکنه و مشروطه مطرح میکنه اصلا موضوعیت نداره در برابر مثلا ایمان و الله و اینجور چیزا. و مسئله دوم هم اینه که این ایرانیتی هم که داره مطرح میشه، خب اینم که اصلا کلن انحرافه. اینو مثلا از همه دقیق در مثلا آقای متحری مطرح میکرد، آقا این اصلا از بنیاد انحرافه. ما قبل از اسلام منحرف بودیم، آتش پرست بودیم، گیج بودیم و دینمون هم یه دینی بود که رو شرک بود، یعنی رو انسان تکیه داشت. اینو متحری تو دو تا از سخنرانی ها شفاهی گفته بوده که کفر بزرگ، شرک بزرگ در آیین زرتشت این بوده که رو انسان سرمایه گذاری میکرده و انسان و منشأ اثر تو زندگی میدونسته
و این انسان‌ها رو گستاخ کرده بوده و اونا رو به شرک گرایانده بوده که اونا اعتماد به نفس خیلی بزرگی داشتن. در صورتی که ما در اسلام دنبال یک انسان کوچیکی هستیم که زیر فرمان الله به سر میبره و عبد اوست، نوکر اوست و به وسیله فقط فرمان برداری اون موقع میفرستنش بهشت و از این حرفا. اینا رو نسبتاً دقیق این مسلمان‌ها نشستن آنالیز کردن و برای خودشون تصمیم گرفتن که این مسیری که ما داریم بعد از مشروطه تو این کشور میریم انحرافه و باید به شدت باش برخورد کرد. و عمومشون هم که تو همین روحانیت مبارز سازماندهی بودن خودشون با خودشون توافق داشتن. اتفاقی که از اون طرف افتاد این بود که دولت ولی با اینا به شدت تعارف داشت. یعنی اینا کاملا میدونستن چی میخوان، که میخوان اون پروسه رو متوقف کنن یا متلاشی کنن. دولت ولی هی باشون کنار میمد، هی باشون مراعات میکرد، هی قربون صدقه شون میرفت. حتی یهو آدمای مجنونی رو از داخلشون به مقام مهتری برمیکشید، مثلا مثل آقای مطهری که هر کسی با اون نمیخوام بگم روانشاد با اون مرد دو تا دو دقیقه صحبت کرده بود، مثلا جنون و عصبیت و تعصب رو توش میدید. اون گرفتن کردن یکی از مهتران انجمن فلسفی شاهنشاهی، یعنی توی مراکز کلیدی تصمیم گیری برای کتب درسی و جاهای دیگه. اصلا باور نکردنیه. یعنی اون طرف مسلمان های باورمند میدونستن که میخوان این چیزی رو که پدید اومده کاملا متلاشی کنن، این طرف با اونا تعارف تمام عیار داشت. حتی موقعی که مسلمان ها حمله کردن که اینا رو تیکه تیکه کنن، اینا حتی در دفاع هم تعارف داشتن، آخر به جای دفاع فرار کردن که نتیجهش که انقلاب بود. انقلاب به خودی خود مطلبی نبود. اون فرصت های تاریخی که بعدن تو اون 14 سوخت، اگه کسی درست پتانسیل شناسی کنه اصلا سرسام‌آوره. میدونید که تو اون مدت هم ایالات جماهیر سقوط کردن و بعد امکان این بود که بعد از صد خورده سال آدم قفقاز رو پس بگیره و جاهای دیگر. اصلا یه فرصت های اون پس از سوخت رفت تو این 40 سال که غیر قابل توصیفه. یعنی یه اتفاق همجوری ساده نبود. ولی نکته بسیار خنددار اینه که وقتی به اون ارکان سقوط اون دولت قبلی نگاه میکنیم، میبینی که از کوچکترین مقاومت منطقی علیه این حمله کننده ها تعارف داشتن. حتی جرأت نمیکردن تو یک بیانیه های ساده تلویزیونی مثلا بیان توصیف کنن، مثلا میگن آقای خمینی مثلا ایشون هوادار نظریات رادیکاله، خیلی هم محترمه ولی نظریات ایشون رادیکاله، چون این کرده چون این هم جرأت نمیکردن بگن، هیچی، زیرو، آخر فقط الفرار. این بعد از انقلاب توی اون ایرانی هایی که گریخته بودن به فرنگ، این احساس رو پدید آورد، این احساس شدید رو پدید آورد که این قائله اسلام رو 1400 سال پس از این شکست که این کشور رو متلاشی کرده، منحرف کرده، داغون کرده و هنوزم که هنوز دو پاش رو توی کفش کرده که جلوی هر پیشرفت صنعتی، علمی، انسانی هر چیز اونجا بگیره، اینو باید باش شدیدتر برخورد کرد. این احساس برآمد توی تقریبا همون دهه اول پس از انقلاب، ولی اول تعداد خیلی کمی افراد بهش میپرداختن و بعد تو دهه دوم بیشتر شد. تو دهه سوم سرعت گرفت که تعداد یهو هزاران هزار نفر به این مسائل پرداختن و تو این دهه آخر حتی خیلی جا حرفه‌ای و پروفشنالایز شد که افراد در برنامه‌های تلویزیونی زیر و زبر همه چی رو میکشن بیرون، چیزایی که 50 سال پیش یک صدومش رو هم نمیشد اصلا مورد صحبت تو ایران قرار داد. البته حالا به کجا بره ما نمیدونیم، اون از باید آنالیز بشه. مطلبی که فقط الان هست اینایی که من گفتم به خودی خود که اسلام از نظر علمی اگه تو زبان استعاره بخوایم بگیم سرطان تاریخ ایران بوده، در این حرفی نیست، این درسته. اینی که فک ایران رو متلاشی کرده، در این حرفی نیست، این درست. اینی که بلای جون ایران معاصرم هست، این هم هیچ حرفی درش نیست، درست. نظر علمی همین همش ثابت کرد.
مطلبی که الان در داخل حزب مشروطه ولی برای ما ارزشمنده اینه که این سرطان تاریخی، این بلا رو که تمام سلولای اون کشور رو در نوردیده و همه رو دیوانه و مجنون کرده و اون کشور رو به این خاک سیاه هزار سال نشونده، ولی یک حزب سیاسی اهرم برخورد درستش با این وضعیت چیست؟ چون حزب سیاسی ارکان کاریش با سازمان‌های فرهنگی فرق میکنه. مثلا من خودم که هموند حزب مشروطه هستم، تو سازمان فرهنگی هم هستم، رایزنم، براشون برنامه همی تاریخی، آنالیز تاریخی، فلسفی رو اجرا میکنه. اونجا آدم خیلی رک صحبت میکنه و رک به معنای دشنام نیست، فقط به معنای آنالیزه. این هم میهنم خیلی اوقات رک بودن رو با دشنام اشتباه میگیرن. آدم رک اونجا میشکافه که بله، این اگه تو زبان استعاره بخوایم بگیم سرطان تاریخ ایران بوده به هزار یک دلیل، میشکافیم تو برنامه‌های دور و دراز. اونا ولی سازمان‌های فرهنگی هستن که حقشونه تا موقعی که دشنام ندن فقط آنالیز کنن، که آنالیز کنن بالا پایین، هر چی میخوان آنالیز کنن، مردم رو در جریان بذارن، مردم هم نگاه میکنن یا میپذیرن فکر میکنن یا دشنام میدن، هر چی اون سازمان فرهنگیه. سازمان سیاسی مشکلات ویژه خودش رو داره به چند دلیل. دلیل اصلی که دست و پای سازمان سیاسی رو محدود میکنه اینه که سازمان سیاسی میگه که اگه قرار انقلاب فرهنگیم در کشور بشه، درگیری های شهید فرهنگیم در کشور بشه، این مسئله من شخصا حزب سیاسی نیست. من به عنوان حزب سیاسی باید کوشش کنم یک ارکان آرامش بخشی رو اونجا ایجاد کنم که کار کشور به نظر ساختاری بچرخه. حالا میتونم دنبال این باشم که اونجا فضای آزاد بحث باشه که اگه کسایی خواستن این بحث رو بکنن بیان آزادانه تو بکنن بدون اینکه به سرنوشت کسروی دچار بشن. ولی کار من این نیستش که بحث‌های فرهنگی در درجه اول بکنم. کار من اینه، یعنی حزب سیاسی مدرن اینجوری به خودش نگاه میکنه، کار من اینه که ارکان سیاسی در اون کشور درست کنم و این ارکان سیاسی هم حالا دین از دولت جدا کنه، مثلا دموکراتیک باشه، منطقی باشه، فلان، ولی خودش نمیتونه وارد بحث‌های دینی فرهنگی اینا بشه. چون اگه بشه میگن که داری جانبداری میکنی، تو مگه قرار نبود که فقط به امور سیاسی بپردازی، الان خودت اومدی شدی مثلا بلای جون یه دین یا هوادار اون یکی یا مخالفش موافق چیزی از این دست. این برهان اصلیه که فعلا در مورد سازمان سیاسی آورده میشه. بعد به من میگن خب آریا نظر تو چیه؟ این درسته یا اینکه چون وضعیت تاریخی ایران با این دینم عجب و غریبه، مثلا احزاب سیاسی ما موظفن که بیان به پر و پای دین هم بپیچن. اگه یک حزب سیاسی خودش به جدای دین از دولت پذیرفته باشه، اعتراف کرده باشه، خب براش سختی که وارد امور محتوایی درگیری های معنوی دینی نا بشه یا فرهنگی به اون حالتی که بحث های فقط محض فرهنگی هستن. ولی یه حزب سیاسی میتونه الهام بگیره از این مشکلات تاریخی ما و بگه اوکی، ما یه بلای جونی به نام اسلام یه موقعی از داخل بیابونا اومده حمله کرده به این کشور، توی لحظه ای که کشور توی ضعف موضعی به سر می برده، حالا دلال دراز داره که اون زمان توی جنگ های با رومی ها و اینا، و این آدم خورا موفق شدن که سپاه رسمی کشور رو بشکنن، ریختن تو دستشون به اهلی ها افتاده و 200 سال دیگه اونا رو شکنجه کردن و چرخ گوش کردن، همجور که داعشی ها می کردن با این یزیدی ها. اون چیزی که اینا 3-4 سال گذروندن، ایرانی ها اون زمان 200-250 سال گذروندن. میزان تخریب روحی رو میتونید مدل سازی کنید. خب این اتفاق افتاده و ما منحرف شدیم، اوکی، بسیار داغون شدیم. ولی در حال حاضر اهرم من حزب سیاسی فقط میتونه این باشه که من یک ارکان بسیار سختگیر سکولاری درست کنم که این سختگیری سکولاریزم این مثلا از کشورهای اروپایی هم به مراتب سختگیرتر باشه. اهرمی که من دارم برای برخورد با این مطلب این نیستش که خودم فعلا مستقیما وارد بحث‌های فرهنگی بشم، چون مثل جانبداری به نظر میاد.
بلکه من میتونم بگم اوکی کشور ما این بلا رو دیده، بقیه از این بلا مثلا نداشتن یا کمتر داشتن. واکنش سیاسی که من نشون میدم اینه که من رو مسئله سکولاریسم بعدن توی ایران آینده دو چندان دقت دارم، دو چندان سختگیری میکنم، دو چندان حساسم وقتی ببینم داره به هم میریزه یا دارن اختلاف میکنن یا دارن تجاوزی میکنن از مرزی فراتر میرن، ارکان دینی دارن دوباره مخشویی میکنن تو مساجدشون، تولید نفرت میکنن، من اونجا دیگه بیرحمانه سخت میگیرم چون کارون حق ندارن دیگه بکنن. ولی خودم وارد بحثای فرهنگی قوی نمیخوام بشم چون من یه حزب سیاسی هم نه یک انجمن فرهنگی، این یه در حقیقت اپروچه، یه رهیافته. و دوستانی که تو این زمینه ها کار میکنن که علاقه دارن، که خود منم یکی از اونها هستم، برای اینا این پرسش پیش میاد که خب من چیکار کنم؟ من میخواستم این بحثا در داخل حزب باز بشه. من عرضم اینه که همچین دوستی باید فعالیت‌های فرهنگیش رو بیرون از حزب در داخل سازمان‌های فرهنگی که تخصص کاریشون رو روش شکافتن این مسائل فرهنگی و در میون گذاشتنش با مردم گذاشته رو اونجا فعالیت کنه. البته در داخل حزب داشتن کارگروه‌های حرفه‌ای که تاریخو بشکافن اونقدر قدغن نیست. آدم میتونه کارگروه داشته باشه فوق حرفه‌ای، افراد بگن ما با اینکه در داخل حزب هستیم ولی می‌خوایم پژوهش‌های تاریخی بکنیم بعد ببینیم الهامی برای وضعیت سیاسی اتوش هم بیاد بیرون یا نه، فعلا کار پژوهشیه. ولی به بیرون نمیتونه اون موقع اون کارگروه هم وقتی همش داره پژوهش می‌کنه مثلا رو تاریخ ایران، بعد نتایج اونو به عنوان راهکار سیاسی هی بره بیرون مطرح کنه مثلا تو تلویزیون این بر اون بر. چون اون موقع میگن ما نفهمیدیم بالاخره تو حزب سیاسی هستی یا یه انجمن فرهنگی هستی. نتایج اون پژوهش‌ها به حالت رک فقط از درون بلندگوی سازمان فرهنگی میتونه اعلام بشه. پرسش پیش میاد که خب در داخل یک حزب سیاسی پس آخر سر فقط همین اهرم ما داریم که سکولاریسم شدید در ایران برپا کنیم و ببینیم اینایی که به مردم بشه در حقیقت اینو پذیرانده کرد و از این راه در حقیقت صلح اجتماعی ایجاد کنیم که بعد اون موقع اونجا مسلمان ها موقع دست و پاهاشون خیلی بسته میشه، مسلمان رادیکال و افراد روشنگر یا فرهنگساز میتونن بیان اون موقع اونجا این کارهای فرهنگیشون رو بکنن بدون که به قتل برسن. آیا پس تنها اهرم ما این سکولاریسم خواهد بود؟ فقط همین؟ در وهله اول پس از پیروزی بر جمهوری اسلامی در 15 سال اول فقط این، آره. ولی یک سکند ادیشن هم وجود داره، یه مسئله دوم هم وجود داره. اگر ما سکولاریسم رو در ایران آینده پس از فروپاشی جمهوری اسلامی پیاده کردیم، یعنی زور رسید که آدم پیادش کنه، چون هنوزم ثابت نشده که اصلا با اسلامش جای سکولاریسم رو پیاده کرد، آخر سر یادشون تحمل نمی کنه، سختش میشه. اگر که چی فهمودین؟ دوستان لطفا اگه میکروفوناشون بازه ببندن، خواهش میکنم وقتی سخنران صحبت میکنه. اگه این سکولاریسم پیاده شد، شما فعلا احزاب سیاسی میگیم که دست و پای خودشون جمع میکنن در مورد محتوای اسلام صحبت نمیکنن، فقط دنبال سکولاریسم شست رفته میرن. اگر اون رو پیاده کردیم و به گذار 15 سال 20 سال یه شانس نیم نسلی آدم باید به داستان بده، اسلام ثابت کرد که نمیتونه سکولاریسم رو تحمل کنه و از نو و از نو و از نو کوشش میکنه دوباره حمله کنه، قدرت رو بگیره دستش و یا همش تولید نفرت بکنه تو مساجدش یا خرابکاری بکنه. یعنی دیدیم با وجود اینکه همه شانس ها بهش داده شد و نمیتونه تحمل کنه، اون موقع یه راه دومی حزب سیاسی هم خواهد رفت. اون موقع با یک مشورت‌های بزرگ داخل قومی داخل ایران این تصمیم موقع ممکن تو مجلس گرفته بشه یا از سوی احزاب اساسی گرفته بشه که اعتبار دین ازش گرفته بشه، یعنی که دیگه دین شمرده نشه بلکه یک حزب فاشیستی سیاسی که فقط از اعتبارهای دینی استفاده میکنه، که از نظر علمی هم اگه بخوایم بهش نگاه کنیم همینم هست.
آخر سر دین نیست. ولی تا موقعی که هنوز این همه ما مسلمان توی ایران داریم و اونا تو معرض کارهای فرهنگی قرار نگرفتن و ما هنوز نمیدیم که تصمیم رو واسه خودشون میخوان بگیرن، یک حزب سیاسی بجز برخورد شست رفته از داخل محور سکولاریزم نمیتونه با حتی یک دین خطرناکی مثل اسلام انجام بده. پس از پیاده شدن سکولاریزم اگر مقاومت کنه و با دست و پا مقاومت کنه و پس بزنه و پس بزنه و پس بزنه و ثابت بشه که نمیشه باهاش زندگی کرد، اون موقع باید راهای رادیکال تر رفت. یعنی اون موقع مثل اعلام کرد که دیگه دین نیست، یک حزب سیاسیه و یک مشتق توتالیتر مثل یه جور ناسیونال سوسیالیزم که دین شده. اون موقع دیگه به قصد دیگه نابودیش عمل کرد. ولی قبل از همچین قدم رادیکالی اول باید یک شانس 20 ساله 15 ساله به مردم ایران داده بشه که آیا در داخل یک سکولاریزم شست رفته میتونن فقط با کار فرهنگی سر تای داستان رو هم بیارن یا نه. تا موقعی که این شانس به اونا داده نشده، احزاب سیاسی نمیتونن مستقیما خودشونو وارد بحث‌های فرهنگی و بحث‌های شدید درگیری‌های فرهنگی و اینجور بررسی‌ها بکنن. و اگر دوستانی در حزب هستن که این کار رو دوست دارن، که من وقتی شنیدم ما این همه الان ایرانی ایرانگرا داریم که یه همچین غیرتی داره، وقتی دوستان گفتن شهرام بیا ما یه مشکل داریم، دوستان بس که مرز غیرت ایرانگراییشون گسترده است که اینا در داخل حزب مثلا سختشون میشه با این قید و بندی که حزب سیاسی داره فعالیت کنن، میخوان در حقیقت با همون آزادی یک سازمان فرهنگی اینجا کار کنن. اینو بیا بشکاف که اولا حقیقت امر چیه، چون از نظر خودم که من به شما گفتم برآورد خود من از این ایدئولوژی چیه، اینکه چه کار کردیم تو ایران داشته، در اون هیچ ما تعارفی نداریم، تمام سیاه روزی ما از این دینه یا از این ایدئولوژی مهاجمه، مال ما که نبوده که اصلا در حقیقت مهمان ناخوانده است تو ایران. ولی حزب سیاسی ارکانش محدوده. اینو دوستان باید در مورد این الان اینجا بحث کنیم که اینو میتونن بپذیرن یا نه، چون وگرنه اون موقع کارشو در داخل حزب سیاسی سخت خواهد شد. رایی که من برای خودم یافتم این بود که در داخل حزب سیاسی کاملا بر بنیاد منشور و آیین‌نامه اینجا یا بنیادنامه اینجا کار میشه و بیرون از اون من فعالیت‌های نامحدود دارم در این بخش در زمینه سازمان‌های فرهنگی، مثلا چه می‌دونم رنسانس ایرانی، اون تفلاتی که این برنامه رو به رک‌ترین شیوه میشکافن پخش می‌کنن در تلویزیون اینترنت هر چقدر بخواد و کسان دیگری هم مثلا که لازم بحثا می‌کنن. ولی در داخل حزب سیاسی کار شست و رفته سیاسی با چگونه باشه، اونو باید در موردش بحث آزاد بکنیم. من این چیزی رو که اینجا الان گفتم فقط به عنوان پیشگفتار گفتم که سر داستان باز بشه بر بنیاد بحثی که الان در میگیره پرسش پاسخ ها، اون موقع احتمالاً یکی دو تا نشست دیگه با هم تنظیم میکنیم که سیستماتیک در موضوع. بله بفرمایید. شد این بزرگوار رو همه رو با دقت گوش کردم، بسیار درست بودن و من فکر میکنم که باعث شد که من این موقع راهنمایی بشم. ولی اینجا یه سوال هنوز برای من باقی مونده و اون اینی که صحبتی که تمام که فرمایشات که ایشون کردن اشاره کردن به دین اسلام، در حالی که الان مشکل ما دین اسلام نیست، مشکل ما مذهب شیعه است و این الان یک مذهب استعماریه. ما به عنوان یک حزب سیاسی چطوری میتونیم اجازه بدیم که یک مذهب استعماری بیاد و ریشه به معروف ریشه ایرانی ها رو بسوزونه؟ با این فقط در قالب فرهنگی درست نمیشه. آیا به لحاظ سیاسی هم مشکل ایجاد برای ما مشکل هست؟ چرا؟ به خاطر اینکه خب این تعداد زیاد افرادی که الان شیعه هستن، اینا میتونن که با از طریق رای گیری و رای دهی در واقع قدرت سیاسی داشته باشن و در مقابل ما بیستن و ما رو صفر کنن دوباره. اینو چجوری شما میبینید؟ من عرض ندارم چون که وقت کمه. سپاس از شما، سپاسگزارم که دقیقاً در کوتاه مدت. آقای آریان عزیز، موافق هستی که یک به یک جواب بده؟ آره، یک به یک بهتره چون پرسش بیگمان چیز هستن. سب کنید من اینجای خود اینجا پرسشی بود که تو خال میزد. بله، باریکن پرسش میگفتش که
در حقیقت پرسش خیلی عمیقی بود که میگفتش که آیا خود پهلوی ها هم، پهلوی دوم به ویژگی، خودش آدم دموکراتی بود، آخر سر از این استبداد صالح در نیاورد، چون میدونستش که اگه به رأی گیری بذاره کار کشور جلو نمیره، چون یک تعداد قابل توجهی انظر روحی آسیب دیده بودن دیگه به وصله همین دینی که اونجا هست. حالا ایشون گلایه بیش از شیعه داشتن، اونو من در موردش بحثش سر بحثش نمیخوایم باز کنیم. من فقط اینجوری به شما میگم که شما در نظر داشته باشید که این شیعه مدل شیک شده اسلامه، اون اسلام کلاسیک که شما باش سر و کار داشتید، اونی که قبل از اومدن شاه اسماعیل بود، اون داعش بود. یعنی این سیستم برکشیدن این اماما و تزریق یک مقدار زیادی آینها و اساطیر ایران کلاسیک به داخل این امام ها از راه احادیث اختراعی و بعد ورود برخی پرنسیپ های کلاسیک ایران باستان، مثلا مثل افزوده کردن اصول اسلام دادگری که اصلا تو اسلام وجود نداره چون با جبر الله در تضاده، این بحث های خیلی بزرگ هستن. کنار تازه ایرانی ها کلی از جلو عقب بهش تزریق کردن، شیکش کردن، تازه اینجوری شده. اون مدل کلاسیکش داعش بود، یعنی خود پیامبر اسلام اگه شما میدیدید یا کارگزارانش رو، اون موقع میرفتید و دو پای جلوی آقای خمینی میافتادید زمین، پاشو بوسیدن، گریه کردن که امام از چیز تو کم نسایه تا سر با کم نشه. یعنی اون اصلی ها دیده بودید، اون موقع تازه میفهمیدید که قدر اینگه که هم اینا دقیقا شیک، مدل شیک ایرونیشه. نه، مسئله ما فقط با شیعه نیست، خود دین اسلام دین تخریبی و توتالیتره که مدل شیکش حالا تازه این همه به ما آسیب زده. ولی اون مطلبی که میفهمیدید اصلش اینه که آقا تا موقعی که یک درصد خیلی بزرگی قابل توجهی از مردم اینو یه جورای قبول دارن، حالا مدل شیعه شو یا اگه نبود سنی شو گمان نکنید که با اومیش راحت تر کار کرد، قبول دارن، خب این تمام اصلاحات اجتماعی رو که میخوای انجام بدی که به دیوار اینا برمیخوره، چی کارش میخوای بکنی؟ اگه بخوای دموکراسی پیاده کنی، اینا قشنگ سر و مرو گنده پا میشن میرن دم صندوق رای و رای میدن به خرافات و به حماقت. این یک پرسش بسیار جدیه که توی ترکیه الان داره تا اندازه آزموده میشه که مردم خودشون رفتن پای صندوق گفتن ما به هر قیمتی شده این سردسته حماقت آقای اردوغان رو میخوایم و دموکراتیک اونو برکشیدن اووردن بالا. ولی یه همچین، و پهلوی هم در حقیقت چون گمان میکرد که یه همچین سرنوشتی داستان خواهد داشت، راه دموکراسی رو نرفت. یعنی محمد رضا شاه 12 سالی نگاه میکرد به داستان، بعد از رفتن پدرش و بعد از 28 مرداد تصمیم گرفتن که این استبداد صالح رو پیاده کنن که ببینن با اون یه درای رو زود زود باز کنن، کشور رو برکشن نظر اجتماعی که بعدن به اون پختگی روحی که برسه بعدن بتونه دموکراسی هم تحمل کنه. از این فکرها که توی ماموریت من برای وطنم ایشون میگفت. الان این مطلب که آیا با همین ایرونی هایی که ما الان داریم میشه یه چیزی مثل یک دموکراسی نیم بند رو پیاده کرد، یا اینکه اینا همین چند سال از جمهوری اسلامی نگذشته همه فجایع رو فراموش میکنن و بدو بدو میرن صندوق رأی، اونجا به یه آدم ملی مذهبی از این همین اصلاح طلبای قیافه‌های ناشسته رفته، آیا به اونا رأی میدن و اونو برمیکشن و نخست وزیرش میکنن یا هر چیش میکنن؟ اینو ما نمیدونیم البته. برای همینم عرض کردم پرسش بسیار بسیار قویه، چون ما سرنوشتش رو نمیدونیم آخر چی خواهد شد. در حال حاضر احزابی که فعلا رو بازار هستن در بازار سیاست اپوزیسیون دموکراسی رو به عنوان اصل زیر سوال نمیبرن، یعنی میگن ما به عقل قوم شک داریم که اینا خیلی خرافاتی هن یا از نظر ایدئولوژیک منحرفن، بنابراین نمیشه روز دموکراسی سرمایه گذاری کرد. فعلا باور همه بر اینه که اصل دموکراسی رو نمیشه زیر سوال برد. من تا این اندازه فعلا اینو پاسخ میدم که در حقیقت پاسخ نهایی باز میمونه، چون اون موقع بهراد گرامی ممکنه بگه که خب نظر شخصی شما چیه، چی کارش میشه کرد، چی کار میباید کرد. اون یه پاسخ خیلی کامپلکس و بزرگی داره. من به همین اندازه بسنده میکنم که فعلا احزاب سیاسی
این جرأت رو ندارن که بگن ما اصلا اصل دموکراسی رو قبول نداریم چون قوم ما منحرفه. یه همچین اپروچ، یه همچین رهیافت، یه همچین انزاتی رو به قول آلمانی کسی نمیخواد بری، از این درست نمیدونه که بره، بلکه میگن بذار یه شانسی به همین ملت بدیم 15 سال 20 سال و ببینیم باش چی کار میشه کرد. فعلا احزاب سیاسی اون راهو میخوان برن. از من بس، مرسی. درود میفرستم به شما و مهمان بزرگوار برنامه‌مون. فقط یک کوتاه اول در رابطه با این سوالی که خودشون باز گذاشتن که من خواستم کوتاه بگم شرایط ترکیه با ایران خیلی فرق داره. ما یه حکومت رادیکال 41 ساله اسلامی رو تجربه کردیم که تاریخ معاصر ترکیه اینو بعد از عثمانی تجربه نکرده و این میتونه در کارنامه سیاسی آینده ایران بسیار مردم شفاف خیلی درصد بسیاری برگشتن به ملیگرایی و اصولی که ایران شهری داشت، یعنی به اون سمت حرکت کردن. این میتونه فرهنگ ایران شهری ما رو تمایز بده با اون قشر رادیکال و با اون فرهنگ ایران شهری میتونیم مصالحه کنیم و مسلمان ها هم زندگی خودشونو دارن، یهودی ها واسه هر کس مثل اروپا، مثل همه جای دنیا به صورت دموکراتیک مراسم خودشونو دارن و حکومت هم محافظت میکنه. و سوال دیگه ای که در رابطه با شاهنشاه فقید، حضرت عالی فرمودید که به نظر با مطالعاتی که بنده انجام دادم اون بخش کاری که باید الان انجام بدیم گذشته که تمام شده، این که ما با بازسازی مراکز فرهنگی که مثلا فرض کنید ما در کاروانسراهای ایران رو مثلا به هتل‌های توریستی میتونیم تبدیل کنیم که مردم اون بومی هم وقتی که توریست ها از اروپا کشورهای دیگه میان این تبادل فرهنگی و این پول هم به اون منطقه خواهد آورد و خود به خود رو فرهنگ اون روستاهای عقب افتاده که از دنیای معاصر چیزی نمیدونن این توریست ها میتونن تاثیرگذار باشن و بتونن به لحاظ فرهنگی ساختار ذهنی جامعه رو عوض کنن که این تضادی که الان ما احساس میکنیم ممکنه به هم آسیب برسونیم، همونطور که حضرت عالی فرمودید با جدایی کامل دین از سیاست ما میتونیم این ساختار رو تو ایران پیاده کنیم. چون قبل آقای فرزاد یک دقیقه. بله تمام، مرسی. سپاسگزارم شما. آقای آریان توضیح دارید بفرمایید. مازیار گرامی فرمودند که ما چون تو ایران ریشه کلاسیک ایران باستان رو داشتیم که تو این تو دلها مونده و این جمهوری اسلامی هم یه کارنامه بسیار درخشانی از اسلام از خودش گذاشته، کار ما از ترکیه و اینا آسان تر خواهد بود. ایشون برآوردشون اینه که حتی در یه ساختار همین شست و رفته دموکراتیک هم مردم نخواهند رفت و مجانین رو دوباره با بیشتر از 50% انتخاب کنند، بلکه به اوغلا روی خواهم آورد، به ویژه به اون کسایی که بیشتر از ایران صحبت میکنند و نه از عرب بازی. ما هم امیدوارم که همین باشه. یعنی وقتی در ساختار سیاسی کار میکنی و شست و رفته کار میکنی و اون درگیری های مستقیم با دین رو میذاری کنار، بلکه فقط میگی یه سکولاریسم سختگیر، خیلی سختگیر میخوای ایجاد کنی، اوقاف از دستشون بگیری و چیزهای دیگر رو، در حقیقت آخر به عقل مردم اعتماد میکنی. منم امیدوارم که همینجوری باشه. از من بس. سپاسگزارم. خانم بنفشه، من فامیلشون رو نمیدونم، فقط بله. بنفشه میدونم. بفهمید. درود به همه دوستان. راجع به این موضوع میخواستم، من سوال نیست فقط یه جواب دارم بابت این که میگفتش که اگر دوباره یه سری از افراد مذهبی ها بخوان برن دنبال صندوق های رأی، ما احتیاج به یه دولت موقت داریم به دلیل این که این فرصت رو مردم داشته باشن، حتی اون چند درصدی که مذهبی هستن، به دلیل این که ایران یه حکومت کاملا توتالیته و مذهبی رو تجربه کرده، اکثریت نه تنها اعتقادی دیگه به دین ندارن، سکولار هستن، یه بخش خیلی جزئی از مردم هستن که مذهبی هن و طبیعتا یک عدشون براشون یه سری منافع داره. اگر یک سیستمی پیش بیاد با تبلیغ درست، یعنی یه دولت موقت با تبلیغات درست و برنامه درست بخواد پیش بره و طوری تنظیم بشه که هر مذهبی هزینه خودشو، یعنی مسائل مذهبی حالا فرق نمی‌کنه، میخواد مسلمون باشه میخواد مسیحی باشه، هر اجتماعات مذهبی با هزینه خود اون گروه بخواد پیش بره،
مطمئن باشید هیچ کسی دوروبر این مذهب نمیده، چون اونقدر که برای ما آسیب داشته و متحجره هیچ خاصیتی نداشته، پس بنابراین هیچ مشکلی نداره. ما نباید به جنگ با مذهب بدیم به دلیل اینکه از نظر روانی کاملا نتایج عکسی رو به ما میده و دوباره ما از اون بره بوم میفتیم، حالتی که در کشورهای کمونیستی پیش اومد. پس بنابراین دین باید کلن جدا بشه از مذهب. موضوع بعدی اینی که یه فرصتی باشه یه دولت موقتی پیش بیاد، درست بشه، تشکیل بشه، به دلیل اینکه بخواد تبلیغات درست و آموزش درست رو به مردم بده که بتونن درست برن پای صندوقای رأی، و اینکه هر اجتماعات مذهبی با هزینه خود گروهش تشکیلاتش رو برای خودش داشته باشه. ممنونم، این بود نظرات من و پیشنهاد من. سپاسگزارم خانم عزیز که رعایت کردید. آقای آریان توضیح دارید در مورد مسئله مربوط به دولت موقتی است، ولی خب برها ربط پیدا کردی مقدار به موضوع. بله، ایشون هم مثل مازیار گرامی خوشبین هستند که ایرانی ها از دست این عرب بازی خسته شدن و در حقیقت توی نوبت بعدی اینا منزوی اتوماتیک میشن، اوقاف و ایدام که دستشون گرفته بشه و امکانات مادی بی رویه که الان در دست دارن، این ساندیسکارهای همیشگیری هم نمیتونن راه اندازی کنن، منزوی و مارجینال میشن. اونو آینده ثابت خواهد کرد. دینای ابراهیمی رو هیچ وقت دست کم نگیرید، به ویژه این خطرناکترین نوعشون اسلام رو. این اصلا عادتش هم در اینه که عقب نشینی میکنه به یک بازگشتگاهایی و از اونجا خودش از نو سازماندهی میکنه، دوباره نیرو جمع میکنه، پول جمع میکنه، تولید نفرت میکنه در اماکن خودش، ضد تئوری درست میکنه. دستگاه خیلی خیلی دشواریه. بدترین حالتش هم شوربختانه به کام ما اومد، ولی مسیحیت رو بازی کارش میشد کرد. اینو باید ببینیم دیگه. در آینده من عرض کردم اون 20 سال اول خیلی مهم خواهند بود که ببینیم واقعا باهاش میشه زندگی کرد یا نمیشه آخر باهاش زندگی کرد. بعد اون موقع اگر نشد نه از پیش، اون موقع دیگه باید با شمشیر شاه اسماعیلی باهاش برخورد کنی. اون مطلبو که ولی فرمودید که با مذهب نباید کاری داشت، احزاب سیاسی نباید کاری داشته باشن. سازمان‌های فرهنگی کارشون باید دائم روشنسازی، بالا بردن سطح شعور، درک تاریخی باشه، که در مورد اسلام خب روشنه که فقط باید آسیب شناسی باشه که این چه بلایی سر این کشور آورده. از میکروفون باز. بله، با درود و سپاس بسیار از دوستان و همچنین جناب آریان، من یه سوال دارم. جناب آریان، شما از تحمل اسلام در رابطه با سکولاریسم صحبت کردین و گفتین که یه 15-20 سالی باید بهش مهلت بدیم که ببینی خودشو میتونه با این جریان تطبیق بده یا نه. خود شما بهتر از من و هر کسی میدونین که به هیچ عنوان اصلا کلمه تحمل در اسلام وجود نداره. یعنی اینا هیچ تحملی نداره. اینا وقت داشتن، یعنی در واقع در زمان پادشاه فقید بعد از همون انقلاب مشروطه که شما گفتین، اینا وقت داشتن که خودشون رو در حسینی‌ها، تکیه‌ها و مساجد دوباره بسازن، یارگیری کنن و به قول من از نظر مالی از طریق بازار خودشون رو بسازن. پس بنابراین شما که اینها رو میدونین و بهش 100% واقفین، چطور میخواین دوباره یک بعد از این جریان جمهوری اسلامی یه 15-20 سالی به اینا فرصت بدیم که آیا ببینیم با سکولاریسم کنار میان یا نمیان، یا اصولا دموکراسی رو میپذیرن یا نمیپذیرن؟ آیا شما میتونین گارانتی رو بدین که این 15-20 سال که قاعدتا بنده اونجا نخواهم بود چون سنمی همچین اجازه رو نمیده، این 15-20 سال اینا دو مرتبه یارگیری نکنن، از نظر مالی خودشون رو نسازن و به قول شما شمشیرشون دوباره تیز نکنن، شمشیری که در خلاف بوده دوباره در بر بکشن و به جون یه ملت ما بیفتن؟ اینو شما چجوری تفسیر میکنید؟ این 15-20 سال رو بر چه اساسی شما میگید؟ راستش یه وقت برای من گنگه جناب آریان، به خاطر اینکه ما طی این 1400 سال خوندیم، شنیدیم و دیدیم که اسلام تحمل ناپذیر، اسلام هیچ تحملی رو نمیپذیره از طرف هیچ کس، خودش و خودش و خودش. خیلی ممنون، اینو برای من توضیح بدید. سپاسگزارم. آقای کشوری، آقای آریان بفرمایید.
اکبر گرامی، احتمال این رو که آخر اسلام بتونه سکولاریسم رو بپذیره چه در ایران، چه در ترکیه، چه در کشورهای فرنگی که الان چندین میلیون عرب و ترک بهشون مهاجرت کردن رو من با زیر 10% برآورد میکنم. ولی از اون جایی که عموم مهتران ایران حتی از اون دیکتاتوری ملایم روزگار پهلوی دوم هم به شدت انتقاد دارن و میگن که اگه فقط 28 مرداد نشده بود همه چی رستگار میشد، از نظر برهانی الان ابزار برای ایجاد یک دیکتاتوری صالح و اینا در دست نیست که کسی بهش پذیرا بشه، بلکه همه تشنه یه دموکراسی شست و رفته هستند که البته توش کوشش بشه ارکان سکولاریسم رعایت بشه. بنابراین این شانس 20 ساله رو باید به ملت ایران داد. احتمال این که بعداً متوجه بشن که اونور نمیپذیر داستان رو من با 90% برآورد میکنم. البته این درسته. اسلام نظر نظری چون بر حقانیت مطلق خودش دائم بر طبل میکوبه و روحش هم یک روحی بسیار اگرسیو، دائم مطرح میکنه که دیگران کافرن و گمراهن و کاملا منحرفن و من اومدم که اونا رو از روی زمین برکنم، احتمال این که بتونه در یه شرایط شست رفته خوش تطبیق بده رو من با 10% برآورد میکنم. ولی این شانس رو باید اول به ملت ایران داد قبل از اینکه شمشیر شاه اسماعیل رو بکشید، چون بعدا دیگه به جنگ‌های داخلی و حالات خیلی خیلی شدیدتر منجر میشه. از من بس. سپاسگزارم. خانم صباحی بفرمایید. بله، درود به شما و همه دوستان عزیز و آقای دکتر آریان. من یه سوال مهم داشتم. اول از همه با صحبتشون کاملا موافق هستم که باید یه فرصتی به مردم ایران داده بشه، به دلیل اینکه این در حقیقت اسلام یه جوری با فرهنگ و اعتقادات ما آمیخته شده متاسفانه. سوال من این بود که من با یه فردی که الان جزو حزب مشروطه هستم، اگه بخوام فعالیت فرهنگی جدای از حزب داشته باشم، آیا اون وقت حزب مشروطه که من عضوش هستم زیر سوال نخواهد رفت و این انتقاد نمیشه که خب این شخص عضو حزب مشروطه هست و داره در حقیقت نسبت به اسلام آگاه‌سازی میکنه یا مبارزه میکنه با آسیب‌هایی که اسلام زده؟ و دوم میخواستم خواهش کنم که اگر منابعی هست و میتونم ازشون استفاده کنم برای اسلام شناسی و آسیب شناسی، ممنون میشم که به هم راه نمی کنیم. آقای آریان، بله. نخواست این که اگه کسی با زبان منطقی توی سازمان‌های فرهنگی این کار رو انجام بده، گمان نکنم کسی جلودارش بشه. زبان منطقی هم یعنی این که شما میتونید همه آسیب‌هایی رو که این دستگاه ایدئولوژیک که به نظر من خطرناکترین ایدئولوژی که در تاریخ بشر ساخته شده، به مراتب از ناسیونال سوسیالیسم حتی خطرناکتر آخر سر، این با زبان منطقی کسی آنالیز کنه و اینو دشنام نده، کاری نداره. ولی وقتی که داخل حزب میاد کار میکنه، بعد همه اون آدمو اینجوری میشناسن که فقط داره چیز میکنه، فعالیت سیاسی میکنه. البته این پرسش منطقیه که اگه ما یه دو حزب مشروطه 20 نفر داشته باشیم، اینا تو ارکان سیاسی باشن، هی بیرون هم برن توی سازمان فرهنگی اونجا این صحبت‌ها رو بکنن، آ یه موقعی بیننده از بیرون قاطی نمیکنن، این پرسش منطقیه. شاید بهتر باشه آدم اون موقع یه اکثریت فعالیتی توی بخشی داشته باشه یا بیشتر فرهنگی باشه، تو حزب فقط همینجوری اسمن هم بند باشه، کمک کنه، گاهی اوقات دستش میرسه، یا بیشتر سیاسی باشه و کمتر فرهنگی باشه. آره، اونم اگه یه چندین و چند نفر این کارو بکنن، اون موقع ممکنه به بیرون این سوء تفاهم پدید بیاد، این چیز انسانیه. ولی من گمان نکنم آخر سر بیشتر از 3-4 تا از دوستان همون انز فعال باشن تو کارهای فرهنگی که تو کارهای سیاسی هم مثلا بخوان برن. و ما الان یه کمبود بزرگی هم تو این کارهای سیاسی داریم، پرسنل لازمه که اینا رو ببره جلو. حالا اینو بالت آزمایش و خطا یکی دو سال آینده ثابت خواهد کرد. بذارید آزمایش کنیم. اگه ما ببینیم نتیجه بدی داره میده که 15 نفر مثلا از هموندان هم تو حزب خیلی فعالن، هم تو کارهای فرهنگی خیلی فعالن، اون موقع خب میشتیم دوباره در موردش رایزنی میکنیم بر پایه عقل دیگه. مال من رو تا الان فعلا حزب جورایی تحمل کرده که این بابا هم تو حزب کار میکنه، کمک میکنه، هم
تو سازمان فرهنگی اون آنالیزا رو انجام میده. اون مطلبی که در مورد اسلام که خب اینقدر کتاب در موردش هست، کتابای انتقادی که سخت الان میشه نام برد، یه فهرستی بود از همین آموزگفتارهایی که خود من توی رنسانس ایرانی داده بودم، اونو پی دی افش رو امیدوارم برای دوستان یه بار فرستاده بشه. فراتر از اون فعلا بهترین شبکه روشنگری که هست تو کارهای فقط جزئیاتی اسلام که میخواد جزئیاتی تو تاریخ اسلام بره، تلویزیون مانی، آقای سلیمانی اونجا که تخصصش همش متون صدر اسلام بود، اونه با جزئیات مو رو از ماس میکشه بیرون که این مغلطه های داخلیش چجوری بوده. برنامه های آقای مشیری هم اونه که به اسلام ربط داره سودمنده. اونایی که من تو رنسانس دادم بیرون، اونا بیشتر جزئیاتی مور از ماست نمیکشی بیرون که محمد این کارو میکرد اون کارو میکرد بعد چی شد چی نشد فلان، بلکه یه نگاه ابسترکت میده که کلا دستگاه فرهنگی ایران چجوری بوده، دستگاه فرهنگی که اسلام قبول داره چجوریه، تناقضاشون کجاست و چرا از همپوشانی این دوتا فقط میتونسته تخریب صنعتی و فرهنگی ایران پدید بیاد. این توی مثلا 60 برنامه آنالیز میشه توی ابعاد گوناگون. یعنی هم ما الان برنامه های جزئیاتیش رو تلویزیون مانی، آقای سلیمانی که اونجا دعوت میشه، هم برنامه هایی که به اسلام ربط داره از آقای مشیری، به نظر من برنامه شفاهی خوبیان. در مورد مدل سازی های ابسترکت من گمان میکنم اون چیزایی که خود این حقیر کمتر از قطمیر تالا درست کرده از مال بقیه. من هنوز با خود سکولاریسم خب موافقم، ولی سکولاریسم شدید و دوچندان شدیدش دال نیده بودم. اگه میشه یه توضیح در این رابطه برای من بدن. دوم این شمشیر از رو بستن مثلا با برخورد کردن با اسلام و حزب سیاسی، این صحبت ها قبلا شده بوده و چرا حالا ما داریم به سوی برخورد با اسلام، اسلام شناسی میریم تا اینکه یک حزب سیاسی کارش چیه و همینجور کشورهای دیگر برخورد کردن سکولاریسم در قوانین دادگستریش و قانون اساسیش با خودش برخورد میکنه. ناچاریم اون راهایی که کشورهای پیشرفته پیشرفت کردن، من شمشیر از رو بستن بعد از 20 سال و سکولاریسم تو چندان شدید من متوجه نمیشه توضیح بدن لطفا. سپاس آقای بابک عزیز. آقای آریان واقعا گرامی، هیچ کشور اسلامی تا حالا نبوده که به عنوان مدل ثابت کنه که میتونه آخر سر یک سکولاریسم پابرجا رو با اسلام سازگار کنه. مالزی دست و پا میزنه که یه همچین کاری رو بکنه، ولی اونجا درصد 90% مسلمان نیست. تو اندونزی که میخواستن ادای این کار در بیرون آخر نشده، رو به اضمحلال داره میره. ترکیه رو به اضمحلال داره میره. ما هیچ کشور اسلامی رو که ثابت کنه میتونه سکولاریسم شسترفته برپا کنه و بعد صنعتی بشه تا الان نداشتیم. صنعتی منظور من در رده کشورهای شماره 1. در حقیقت اسلام هنوز تو هیچ مدل کانکرتی ثابت نکرده که میتونه با سکولاریسم زندگی کنه، اصلا با پیشرفت صنعتی زندگی کنه یا با آخر سر یه فرد آزاد و خود تصمیم گیر. این در مورد این، یعنی وقتی گفته میشه که ما میخوایم راه کشورهای شسترفته رو بریم، مثلا انتلکتولایی که بر این از اول اشاره میکنن در نظر نمیگیرن که اون کشور همه مسیحی بودن، مثلا ربطی اصلا به اسلام نداره. و اون یکی های دیگه هم که به این راه تا اندازه‌ای دارن میرن، یعنی کشورهای خاور دور، اونا کنفوسیایی هن، مثلا ربطی به اسلام نداره. ما هیچ کشوری تا حالا نداشتیم که از بستر اسلام بر بیاد یک سکولاریسم موفق درست کنه بعدش هم بشه آلمان یا ژاپن. اگر یک همچین چیزی بود، الان تمام این انتقادها رو به بررسی‌های دقیق‌تر همشون منتفی بود، چون میگفتم بابا نگاه کن بدون همه این بساط همه این موفقیت رو به دست آورد. در مورد اسلام اصلا هنوز نشده، یه آرزوه، فقط یه آرزوه. و فراموش نکن که در زمان پهلوی هم اون سکولاریسم باز شسترفته‌ای که ما اونجا داشتیم بر بنیاد دیکتاتوری بود، یعنی که ساواک و اداره آگاهی بالای سر افراد وایساده بود، وگرنه اونجا در اون کشور اسلامی محال بود که واقعا اون اقلیت‌های مذهبی مثلا از اون آزادی که برخوردار بودن، آزادی عمل اونجا اصلا بتونن برخوردار بشن، اون بر بنیاد دیکتاتوری و کتک بود که میسر شده بود. بنابراین در یه فضای دموکراتیک این تا حالا آزموده نشده. شما الان در ترکیه الان می‌خوای کلیسا بسازی نمی‌تونی، اصلا محاله.
بعد اون مطلبی که بابا گفتش که ما بریم با اسلام در بیافتیم، من که گفتم که در داخل حزب که نباید بریم که باش در بیافتیم، که من اون یه 20 بار تکرار کردم که اون باید به سازمان‌های فرهنگی سپرده بشه. خود این مطلب که ولی آیا باید تو سازمان‌های فرهنگی بهش پرداخته بشه و تو ایران آخر مزمحل بشه، اون یه داستان دیگری است. اون به حزب سیاسی ربط نداره. در مورد اون یه بحث جداگانه باید بکنیم که ولی به این نشست امروزمون دیگه قد نمیده. باید یه نشستی بذاریم پژوهشی که آریان تو اصلا نظر تو بگو اصلا با اسلام اصلا میشه زندگی کرد، آخر سر اصلا میشه زندگی کرد باهاش، حالا در داخل سکولاریسم هر چی اینا. اون یه داستان دیگه است. ولی من در داخل حزب سیاسی گفتم نباید شست رفته سکولار باش برخورد کنیم بدون داخل شدن در ملای عمومی به بحث‌های فرهنگی و اینا. ولی سازمان‌های فرهنگی چیکار باید باش بکنن اون یه مبحث دیگه است. اون داستانی هم که گفتی که اگه نشود بعدن سرسخت میشه، برخورد سخت‌تر میشه. خب شما وقتی اومدی این بار توی استارت دموکراتیک 20 سال پیاده کردی و دیدی بازم داره به سوی فاجعه میره، میخوای چیکار کنی؟ میخوای وقت مملکت هزار سال دیگه بسوزونی؟ اون موقع دیگه عقلای قوم جمع میشن اون بار و میگن که این دین نیست، بلکه یک ایدئولوژی فاشیستیه که فقط از نمودهای ترانسندنت استفاده میکنه. همین دین نیست، ایدئولوژیه، ایدئولوژی سیاسیه. ولی قبل از اینکه اونو من نامشو گذاشتم شمشیر شاه اسماعیلی، در حقیقت قبل از اینکه اون استیج بهش برسه، اول باید آزمایش بشه که ایرونیا میتونن دست کم این مدل شست رفته رو با همین اسلام پیاده کنن یا نه، چون ترکا که نتونستن به طرف اضمحلال داره میره، اندونزی هم نتونستن، مصر هم که زیر کتک دیکتاتوریه، شاید ایرونیا بتونن و ما چون به نبوغ ایرانیا ایمان داریم میگیم اوکی آقا یه سری هم شما سعی کنید 20 سال، ولی اگر دیدی که بعد از 20 سال نمیپذیره، سیستمش آخر نمیپذیره، دست و پا میزنه که از جلو عقب اینو دوباره منحل کنه یا فاسدش کنه، موقع دیگه باید کارشو تموم کرد. اون دیگه تقصیر خودش بوده. اونی هم که گفتی دوچندان سکولاریسم دوچندان سختگیر با سکولاریسم معمولیش فرق داره. سکولاریسم معمولی در یک کشور مثلا با دین مسیحی پروتستانت که مثلا لوتر کار اینا رو ساده کرده، اون دین اصلا زیاد اصلا دنبال قدرت سیاسی نیست، اصلا کاری نداره، یا مثلا دین هندویی مال هندا تو کاری نداره با قدرت سیاسی که تو خیلی بخوای تو پر و پاش بپیچی، مال پروتستانت هم اینجوریه. اونو میشه سکولاریسم معمولی، یعنی تو قانون نوشتن آقا دخالت نکن، وقتی میخواد دخالت کنه نمیدونم شهربانی دادگستری اینا بهش رسیدگی میکنه و اصلا کسی هم بوسه احساس نگرانی نمیکنه. سکولاریسم دو چندان سختگیر اینه که تو به این چون ایمان داری که یه بخشای بزرگی از جامعه از اول میخوان زیرابی از کنار از این قانونا رد بشن، یعنی تن آیار آخر در نمیده به اون سکولاریسم، چون میدونه که بخشای بزرگی از جامعه تن در نمیدن و میخوان سوراخ سوراخش کنن و بعد دوباره مستحیلش کنن و بعد دوباره ورش دارن، از اول اون دیوار رو باید خیلی خیلی محکم بریزی و پیوسته افراد رو یادآوری کنی که ما این مشکل رو تو این کشورمون داریم، مشکل ویژه رو که مسیحی‌های پروتستانت و هندوها ندارن، ما باید بی‌رحم باشیم، یعنی شهربانی و دادگستری ما باید پیوسته زیر کنترل باشن، کنترل دائم و متقابل، چون این ضعف موضعی ماست. هر کشوری یه ضعف موضعی داره، هیچ عیبی هم نداره. مثلا ضعف موضعی آلمانی ها گرایششون به یه ناسیونالیزم افراطی تلخکام بود. رسیدگی که اینا بعد از جنگ دوم کردن برای این که سازمان های راست رادیکال دوباره تو آلمان بر نیاد، با رسیدگی که مثلا تو انگلستان میشد که یه سازمان راست رادیکال بر نیاد، تو کیفیتش فرق میکرد. مال این دو چندان بود، مال اون معمولی بود. مثلا سیستم انگلستان چون این حالت ها اصلا نمیشناخت، خیلی لیبرال بود. یکی میگفت یه حزبی زده گرایش های رادیکال داره، گفتن سو وات، بذار کارشو بکنه. اگه خیلی اغراق کرد میریم اشاراتی بهش میکنیم، جلوشو میگیریم، جریمه بهش میدیم، از این حرفا. ولی تو مال آلمان چون تجربه جمهوری وایمار رو دیده بودن، میدونستن که نه این قوم ما با این سیستم ناسیونالیسم مشکل روحی داره، اینو باید از اول به قصد مرگ سخت بگیری. اینجا اگه با اون حالات لیبرال باش برخورد کنیم، بلای جمهوری وایمار سرت میاد. این فرق دوچندان با معمولیه. از من بس.
درود بر همه دوستان عزیز و آقای آریان گرامی. عرض به حضورتون، من از ابتدا اگر شروع بکنم، از صحبت‌های شما بسیار لذت بردم. قسمت اولش عرض بکنم که در مورد کوچ آریایی‌ها به ایران، فکر کنم طبق کتاب دانشنامه کاشان نوشته جهانشاه درخشانی، کوچی به ایران صورت نگرفته. البته این قضیه در حاشیه است، نمیخوام علمش بپردازیم. در مورد کار فرهنگی در حزب، در حزبای سیاسی، میخواستم عرض بکنم که ما به عنوان یه حزب سیاسی اگر داریم مبارزه میکنیم که جمهوری اسلامی رو بکشیم پایین، طبق نظریات جین شارپ باید این مبارزات فرهنگی رو هم چاشنی کارمون بکنیم، چون بدون مبارزه فرهنگی اون مبارزه سیاسیمون به نظر من بسیار لنگ خواهد شد. چون اسلام یک دین سیاسیه که از طریق کارهای فرهنگی و ضد فرهنگی اومده و بر ایران تسلط پیدا کرده. حالا ما اگه بخوایم این سیستم رو بکشیم پایین، من فکر کنم بدون کار فرهنگی خیلی کار ناقص میشه و این فکر کنم بزرگترین مشکلی که الان حزبای سیاسی در خارج از ایران دارن. و به خاطر همین هم است که زیاد مردم تمایلی به این حزبا نشون نمیدن. فکر کنم در آینده اگر ما این دو رو با هم دیگه مخلوط بکنیم، یعنی کار خرازی یک دقیقه، بله، کار سیاسی و کار فرهنگی با هم تلفیق بشه که فکر کنم به امتحانش میارزه، افراد بسیار زیادی جذب کارهای سیاسی میشن و میدونن که این کارها به یه سرانجام خواهد رسید. من فکر کنم اگه ما بخوایم 15-20 سال، نمیدونم این 15-20 سال از کجا اومده و چه تضمینی داره، ما بخوایم بعد از 1400 سال دوباره 15-20 سال به اسلام فرصت بدیم که دوباره ما رو بیشتر از این دیگه کاملا نابود بکنه، بعد بعدش چجوری دوباره میخوایم ازش این قدرت رو دوباره بگیریم. یعنی همین الان اگه ما نتونیم قدرت ازشون بگیریم، بعد از 15-20 سال هم نخواهیم تونست. زمانی هم سپاسگزارم، از من تمام. محسن گرامی، من اشارم که به 15 سال ادامه جمهوری اسلامی نبود، که من منظورم این بود که تصور کن فردا کوشش های سیاسی میوه بده، همون کوشش های سیاسی کلاسیک بدون دخیل شدن به مسائل فرهنگی، اونا میوه بده، مردم مثلا قیام کنن، سازمان های سیاسی هم این بار بتونن اونا رو تنظیم رهبری کنن، اپوزیسیون برون کشوری و درون کشوری بتونن، حالا باید نگاه کنیم اون کانسپت خودشو داره، و این دولت آدم خورا ساقط شد. پس از این که اون ساقط شد و یک قانون اساسی سکولار و مدرن ریخته شد، من از اونجا اون 20 سال رو شمردم. یعنی شما قانون اساسی شست و رفته رو نوشتی و دیگه موضوع فعلی اینه که ببینیم با شهربانی، با دادگستری، با صحبت منطقی میشه این کشور رو ثبات داد در داخل سکولاریسم. حالا بله اینکه سازمان فرهنگی هم دارن کار خودشون میکنن تو اون آزادی که اون موقع به وجود میاد، اون دیگه مسئله که سازمان فرهنگیه. ولی اگه ببینیم که پس اون 20 سال حکومت دموکراتیک و سکولار اثر نمیکنه، یعنی اینکه این نمیتونه تن در بده، آخر سر دست و پا میزنه که اون از پا در بیاره، اون موقع یه جور کارنامه نهاییه که نمیتونه، آخر سر نمیتونه. تا اینجا که تو اروپا که مهاجرت کردن مسلمینی که اومدن، بقیهشون 50 سال اومدن، عربا در فرانسه یا ترکا در آلمان 60 سال حتی، اینا هنوز نمیتونن. این مال اینا کارنامهشون هم الان بسته است که نمیتونن. مال ایرانیا رو باید ببینیم که اونا در اون سیستم شسته رفته دموکراتیک و سکولار با تجربه‌ای که پیشتر اتفاق افتاده میتونن که کنترلش کنن و محدودش کنن و زمینگیرش کنن، که اون موقع بستر کار اجتماعی رو باز کنن، یه کشور مدرن صنعتی بشه. ولی اگه اون موقع من عرض کردم که اون موقع هم نشد، اون موقع باید راه های سخت‌تر اون موقع باهاش رفت. از من بس، سپاسگزارم. خانم یا آقای کجال بفرمید، خواهش میکنم.
درود دوستان. بفرمایید خواهش. آقای آریان، من از طریق جناب محسن خرازی یکی دو تا ویدیو شما رو روی یوتیوب دیدم راجع به ریشه یا نوسازی اسلام و اینکه لشکریان اسلام چجوری جمع‌آوری شدن و تطابقش با جمهوری اسلامی، افراد و به فرمایش شما توی ویدیوها لاتولوتایی که جمع می‌کردن، افراد از نظر روانی سادیستیکی که علاقمند به جنگ‌های فرسایشی و پایان ناپذیر هستن. حالا سوال من خدمت شما اینه، منی که بسیار علاقمند شدم به این قضیه و پیگیری این ریشه یابی، آیا میتونم وارد این انجمن فرهنگی که البته به عنوان یک انسان، یک فرد کاملا عامی دیگه از نظر تحصیلات، سواد، ریسرچ مثل شما نیستم، آیا راهی هست که من به منابع انجمن شما، انجمن رستاخیز ایرانیان، و یا اینکه اصلا عضوی بشم از این انجمن و آگاهی هام بیشتر بشه، یا اینکه فقط ویدیوهای آپلودی شما رو دنبال کنم؟ سپاسگزارم ازتون. ممنون از وقتتون آقای قطبی. خواهش میکنم. نام اون از این انجمن ها که الان تو بازار چند تا هستن، اونی که من توش رایزن هستم و این کارا انجام میشه کنار کارهایی که انجمن دیگه میکنن، نامش هست رنسانس در پرانتز نوزایی ایرانی، رنسانس ایرانی، که مدیر در حقیقت عاملش هم آقای شاهین نژاده. شما اگه خواستین تو فیسبوک بزنین، شاید اینجا من بنویسم به فارسیش رو، که پیدا کنین. از رنسانس چند تا نام اومده رو بازار، اونم باید دقت کرد که همون درسته رو پیدا کنید. یک لحظه. رنسانس یعنی به معنای نوزایی ایران یا ایرانی، یا ممکنه رنسانس ایرانی. تو فیسبوک ببینید پیدا میکنید و عرض کردم مدیرش، مدیر سازمان دهندش هست آقای شاهین نژاد. بعدم این مطلبی که فرمودید که وقتی آدم که انجمنی میره که همه که نباید کارشون پژوهش باشه، که آدم میاد از جلسات اونجا فقط بهره برداری کنه، اگرم دید یه پارتیسیپیشن عملی هم میخواد انجام بده، مثلا کنفرانسی هست، کاری هست، گسترش مطلبی هست، توی اندازه کنشگر همکاری میکنه. همین اون رایزنا اون موقع کارای فکری اونجا میکنن، خب ربط نداره. بعدم یه کسی به گذر زمان اگه علاقه داشت میتونه مطالعه کنه، بعدن چند سال بعد مثلا خودش هم پارتیسیپیشن یا انبازش در حقیقت فکری مثلا داشته باشه. مثلا همین انجمن فرهنگی که تو فرنگ هم مثل ریگ دم دریا هست، آدم اول به اون همبند ساده وارد میشه، بعد میره بالا کارهای دیگه میکنه نسبت به علاقش. از من بس. سپاسگزارم آقای شهرام عزیز. من خانم کجال به طریق همون آقای خرازی هم به ایشون هم گفتم اگر کسی فعالیت‌های آنچنانی دوست داره انجام بده، این رنسانس نوزایی ایرانی هستش، همینطور که آقای آریان هم گفتن در یوتیوب، در فیسبوک و گوگل میتونید پیداشون بکنید خیلی راحت. آقای شمس عزیز بفرمایید. آقای خرازی بفرمایید. آقای شمس بفرمایید. درود بر آقای دکتر و دوستان. من میخواستم در تایید صحبت‌های آقای دکتر، یعنی این ایمیج آف منی که ایشون در مورد مسائل دارن رو دنبال کنم، تشریح کنم که هم ریویوی برای خودم باشه یا اگه اشتباهی داشتم ایشون تصحیح کنم. آخوندزاده به عنوان معلم اول مشروطه دو تا راهیافتی افروش داره برای همین دغدغه‌های فکری ما. یکیش پروتستانیسم دینی هست. آخوندزاده در کتابش مکتوبات کمال الدوله توضیح میده ایشون اصلا خداپرست نیست. میگه برای اینکه دین که یک سدی هست در مقابل پیشرفت بخوایم مهارش کنیم، چیکار باید کنیم؟ اون حقوق الله رو ازش بگیریم و حق و ناس فقط بمونه، یعنی بین خدا و زمین کات میشه. این همون سکولاریسم هست با باور الان ما، با اصطلاحات ما. بعد مسئله دیگه که در کنار مطرح میکنه ناسیونالیسم فرهنگی است. آقای آخوندزاده در مکتوباتش اصلا به ناسیونالیسم نژادی حتی یک بار هم از آریا پرستی صحبت نمیکنه، از نژاد آریایی. این رو خطاب به هموندانی که ناسیونالیسم رو با باستانگرایی اشتباه میگیرن، میخوان ما رو برگردونن به دوران ساسانیان. زمان رضا شاه بزرگ هم ما داشتیم که آریایی پرستی رو تشویق میکردن در کتاب
کتاب‌های مدرسه مثل علی اصغر شمی، مثل نصرالله فلسفی یا غلامرضا رشید یاسمی. بنابراین این که بخوایم توپ و تانک و فلان و ببینید، اول خودمون باید اصلا بدونیم چی میخوایم. جنشار چه ربطی به ایران داره؟ اون حوزه، اون اتمسفر اونجا با اینجا فرق میکنه. ما نمیتونیم با مدل خارجی ها با چیز خودمون پیاده کنیم. بنابراین یک مقدار با سعی صدر، با اینکه خودمون کتاب های خودمون رو بخونیم، از آخوندزاده، از همینایی که استاد فرموده بخونیم، و به نظرم خیلی توش میتونیم راهکارهایی رو پیدا کنیم. مرسی. سپاس از شما. آریان توضیح داری؟ اتفاقا چون این مسائل اجتماعی اینقدر پیچیدن، مجید جان، واسه همینه که توی حزب سیاسی میگن که سیستم باید شست و رفته برخورد کنه، به بحث‌های فرهنگی خودش رو دخالت نده، اونا رو بسپره به انجمن‌های فرهنگی، بس که یهو اختلاف نظر و آنالیز و اینا هست. یعنی شما مثلا نگاه کنید، یه کسی اگه انتقادم از اسلام داشته باشه و بگه که مثلا در سازمان سیاسی ما باید بهش بپردازیم، مثلا به خودش، به خود اصل دینش بپردازیم و بشکافم اینها، این داستان با همونجا با یه دیواری برخورد می‌کنه. وقتی نفر دوم باشه بگه اصلا من میراسم مشکلی نداره، اصلا من مشکلی توش نمی‌بینم. بنابراین چون اختلاف نظر اون موقع تو آنالیز آغاز میشه داخل حزب سیاسی، اون موقع درگیری‌های اجتماعی رو میاره داخل خود حزب سیاسی. میگن که یعنی مثلا فرنگی‌ها این راهو رفتن که گفتن یه کاری بکنیم که نهاد دین از نهاد دولت جدا بشه و بعد یک صلح اجتماعی داشته باشیم و در داخل اون دیگه هر کسی که لازم دونه سر پژوهشی هم خواست بکنه حرف بزنه. ما هم عرض کردم تو استیج اول این آدم باید آزمایش کنه در داخل ایران، این بار با یه دموکراسی، نه با دیکتاتوری صالح روزگار پهلوی دوم، این بار دیگه در چارچوب دموکراسی. بعد اگر شد که کلامونو میندازیم هوا، که همونی میشه که بابک دوست داره. اگرم که نشد، علی اون موقع آدم باید آمادگیشو داشته باشه که چند گام فراتر بره، چون این سکولاریزم توی سیستمای مسیحی تا کار کرده و توی جوامع کنفوسیایی و هندویی، تو مال اسلام تا هیچ وقت هیچ جا استیبل کار نکرده، هنوز اسلام تعاملش نکرده. ولی به خاطر این اختلافات نظر بیکرانی که وجود داره که شما خود الان اشاره کردی، واسه همون بهتره که حزب سیاسی به اینجور بحثا پاشو وارد مستقیم نکنه. از من بس. مرسی. خانم پولادچنگ رو باید شماست، بفهمید. بله آقای چالیس حتمان. خانم پولادچنگ بفهمید. درود بر شما. من یه چند تا نکته اشاره کردم، سعی میکنم تونتون بگم. بله 3 دقیقه وقت دارید، بفهمید. بله. میخواستم بگم که موفقیت یک حزب سیاسی گسترش آنه، یعنی گسترش بین مردم، یعنی مردم جذب علاقه من به کار سیاسی بشن. و یک دلیلی که به نظر من مردم جذب کار سیاسی میشن، رسیدن به خودباوریه. یعنی مردم ایران به یه خودباوری برسن و این از طریق کار فرهنگی اتفاق میفته. وقتی این اتفاق میفته، علاقه من به کار سیاست میشن. پس من به نظرم یک حزب سیاسی باید تولید محتوا بکنه که اون مردم به کرامت انسانی، به باور بر اساس کار فرهنگی که شامل همه چیز میشه، شامل مثلا هنرهای مختلف میشه، شامل خیلی کارا میشه چون شاخه‌های زیادی داره، ولی حزب سیاسی اگه این کارو بکنه بیشتر گسترش پیدا میکنه چون مردم علاقه من به کار سیاسی میشه. دومین چیزی که میخواستم بگم که اسلام فقط یک دین نیست، یک سیستم سیاسی و حکومتی است. قرآن فقط یک کتاب مذهبی نیست که مثلا من بگیرم خونه مثلا برای خودم دعا بکنم یا مسجدم برم، بلکه یک کتابی که یه مانیفست داره، قانون اسلامی از توش در اومده، الان مجلس داره انجام میشه. من فکر می‌کنم اگه همینجوری می‌خوایم ادامه بدیم، این که ما هنوز بعد 1400 سال نزدیک به این مسئله میشیم، نقد اسلام و با نقد اسلام، نقد تاریخی اسلام و نمیدونم با کار فرهنگی سیاسی قاطی می‌کنیم، این به نظر من ما حالا پس باید تو همین پیچ بمونیم، باید یکی بالاخره این پیچو بگذرونه. یک دقیقه. دومین نکته، چگونه میتوان اسلام رو با سیاست جدا کن؟ این گفتم نکته چگونگی تسلط اسلام به مردم ایران روی جابجایی اسطوره‌هاش بوده، یعنی شمشیر ابزار این جابجایی بوده، پس این کار ریشه‌ای باید انجام بشه. اینم از نظر منه، من نمیتونم خیلی گسترده‌ش اینو بگم.
و این ریشه یابی رو میخوای انجام بدی، خب باید کنکاوش بکنی. بعد من چیزی که میخوام بگم که پادشاهی الان حزب مشروطه داره پادشاهیه. من پادشاهی رو به عنوان یک سیستم حکومتی قبول دارم. یک نفر ازم میپرسه میگه چرا قبول داری؟ من در جوابش پادشاهی رو تو اسطوره‌ها پیدا میکنم، اشاره به تاریخ و فرهنگ میکنم، اشاره به شاهنامه میکنم. پس وقتی من سیستم پادشاهی رو به عنوان یک سیستم سیاسی قبول دارم، در آخر به کار فرهنگی منجر میشه. من خیلی تون گفتم، میدونم یه سش مبهم بود. خیلی سپاس، نمیدونم خوب گفتم با تشکر. نه، دو تا مطلب بنیادی رو شما انگوش گذاشتید که یکیشو دوستان گفته بودن که آقا این داستان اسلام اگر اینقدر خودش دخالت میده به کنترل جامعه و کنترل سیاسی جامعه و دست به شمشیرم میبره، یعنی دین چیز نیست، دین معنوی اینا نیست، بلکه دست به اسلحه میبره. خب اینو ما چیکارش کنیم؟ الان هزار سال باش گیر کردیم، الانم داخل حزب خودمون هنوز بعد از این همه مدت صحبت میکنیم که در موردش صحبت کن نکن. فقط من اون صحبتی که گفتم فقط میتونم تکرار کنم، که الان نمی کنم. بذارید حزب سیاسی کار شست و رفته فقط حزب سیاسی رو بکنه. یعنی حزب سیاسی موظف بر اون خواهد بود که در ایران آزاد آینده نهاد دین از نهاد دولت جدا باشه و سازمان های فرهنگی تا هنگام که دشنام نمیدن هر گونه روشنگری که لازم میدونن در مورد هر دین و آیینی بکنن، نقدش کنن و الاخر. این موقع حزب سیاسی رو از خیلی از فرسایش ها میکشه کنار، میکشه بیرون و اون موقع مخالفت منطقی هم باش سخت میشه، حتی تو آدم های متدین. میگه چی میخوای؟ من اومدم که فقط میخوام شرایط آزاد باشه و کسی تا موقعی که دشنام میده بتونه انتقاد بکنه، چه از سیاستمدار چه از آیین مذهبی. بنابراین حزب سیاسی میخواد کار سیاسی بکنه، فقط یک ساختار منظم در جامعه ایجاد کنه، آزادی های رو ایجاد کنه که بعد کنشگرهای فرهنگی دیگه هرچی صلاح میدونن اونا تا هر میزان که صلاح میدونن ببرن جلو. عرض کردم این اول باید آزمایش بشه که ایرونیا میتونن با همین دموکراسی سکولار کاراشون رو حل بکنن. اول باید 20 سال به این ملت بیچاره این شانس داده بشه. فقط اگر که کار نکرد اون موقع باید دوباره نشست از نو فکر کرد که شاید اون موقع راه سخت‌تر باید رفت. در مورد مطلب دومتون از یادم رفت، مطلبتون درد نکنه. پادشاهی، ببینید پادشاهی هنوز یه مپس بزرگه که شما سر یه چیز دیگر رو باز کردید. اینو نامش رو میشه گذاشتش که اگه من تو خیابون دارم با دوست جمهوری خواهم صحبت میکنم و اون به من میگه که تو واسه به دست آوردن دموکراسی، سکولاریسم، نمیدونم زندگی مدرن چرا رفتی توی حزبی که آخر سر پادشاهی مشروطه رو قبول داره، این خود قدیمیه، بیا بریم تو حزب جمهوری خواه. من به این چی بگم؟ در حقیقت این سر این بحث خیلی بزرگ و کاملا مجزا رو باز میکنه که ارتباطی به صحبت امروز ما فعلا نداره. پاسخ استاندارد اونم اینه که من آدم سنتی هستم و دوست دارم که از داخل دل سنت های ملی خودمون بزنید. خانم همدانیان در نوبت هستیم، خواهش میکنم بفرمایید. درود بر شما. من یه مطلبی رو میخواستم عنوان کنم و سوالم در رابطه با همینه که حزب سیاسی برای این که بخواد به تاثیرگذاری برسه حتما باید یه بازه فرهنگی هم، حالا یا به صورت غیر مستقیم که کارایش بیشتره، داشته باشه. چون به ویژه در مورد حکومت کشور ما، یعنی تو ایران، اصلا تو فرهنگ ایران بدون کار فرهنگی به نتیجه نخواهیم رسید. اسلام در ذاتش حکومت کردن و اصلا در دست گرفتن قدرت بخشی از اسلامه. شما نمیتونید محمد رو از اسلام جدا کنید. اولین حکومت اسلامی رو محمد پایه‌گذاری کرد. اگر که کلن همه مسلمان ها، یعنی اصلا شیعیان هم نمیخوام صرف هم بگم، همه مسلمان ها و در کنارش شیعیان ایران، حتی کسایی که اعتقادات مذهبی خیلی پررنگ ندارن، به محمد اعتقاد دارن و خب طبیعتا کاریو که محمد انجام بده در آینده نچندان دور دوباره روی کار میاد، همینجور که نمونه ترکیه اینطور شد. ترکیه بعد از آتاتورک
اومدن اولش سکولاریسم خیلی خوب داشت پیشرفت میکرد، خیلی فرهنگ سازی اتفاق افتاد، یا حتی همون مسئله‌ای که دوست عزیزمون فرمودن توریست ها میتونه فرهنگ رو تقویت کنه، نمونه ترکیه نشون داد حتی توریست ها نمیتونن این کارو بکنن چون اسلام خیلی قدرتش بیشتر از توریست هاست توی فرهنگ گذاری. الان روستاهای ترکیه که سهله، شهرهای ترکیه هم به شدت مردمش اسلامگرا هستن و الگوی جمهوری اسلامی هم بعد از یه مدتی همینجور که الگوی عثمانی توی ترکیه به فراموشی سپرده شد و مردم اون اسلام افراطی رو که عثمانی داشت پیاده میکرد و فراموش کردن، الان یه حکومت اسلامی جدید میخوان، الگوی جمهوری اسلامی هم توی ایران بعد از یه مدت فراموش میشه و طبیعتاً دوباره این الگوهای اسلامی هستن که پر یک دقیقه خانم بله. پس قاعدتاً ما همزمان باید کار فرهنگی رو هم انجام بدیم به نظر من که مجدداً مذهب مثل مذهب توی ترکیه توی ایران پررنگ نشه. من تموم شد. بله مهناز گرامی، ببینید اگه داخل حزب کارگروه‌هایی باشن، یه دونه دیگه، که حرفه‌ای در مورد مسائل تاریخی فرهنگی فلسفی صحبت کنه، کسی مخالفتی با اون نداره. همین مباحثی که الان شما فرمودید، مثلا یه کارگروه هست درون حزبی توش هم 7 نفر نشستن آنالیز میکنن که آقا این کانسپتی که ما اصلا داریم جلو میریم با همون سکولاریسم کلاسیک، نمیدونم دموکراسی و اینها، این آخر تو ایران تو جهان اسلام کار میکنه کار نمیکنه اینا. این کارگروه میتونه در داخل خود حزب باشه و تا دلش میخواد آنالیز کنه، فقط مشتقاتی رو که با منشور رسمی حزب در ناسازگاری هستن اونا رو نباید بره بیرون و موقع جار بزنه، چون مسئله پژوهشی داخل حزبیه تو اتاقای پژوهشی دربسته در حقیقت. چون منشور رسمی حزب ما فعلا یا آقا با دین مردم ما کاری نداریم، بلکه فقط نهاد دین از نهاد دولت جدا میکنیم. بعد شما میاد سر این بحث رو باز میکنید که اصلا با اسلام این کار اصلا شدنی نیست، چون خودش ذات به قدرت داره و مباحث دیگری که در موردش چند نفر دوستان دیگه هم صحبت کرد. بسیار خوب، ولی فعلا توی اتاقای دربسته حزب میمونه، لحظه ای حق داره بیاد بیرون که منشور حزب بازنویسی بشه بر بنیاد یک آنالیزهای خیلی عمیق که عموم افکار عمومی حزب رو متقاعد کنه که از نظر علمی این حرف درسته به جای اون حرف، منشور بازنویسی بشه، بعد اون موقع حزب خب به بیرون یه سیاست دیگری رو دنبال میکنه. مثلا یو برمیگرده میگه مثلا اسلام اصلا نمیتونه چنین از چنان است، اصلا ایدئولوژی دین نیست، از این حرفا. ولی تا موقعی که منشور رسمی حزب همین یکی هست، این صحبت‌ها در داخل اتاق‌های دربسته باید انجام بشن. بعد اینا رو اگر هموندی تو دلش سنگینی میکنه و میخواد با عموم مردم در میون بذاره، نتایجش رو نه به نام حزب بلکه در سازمان‌های فرهنگی باید مطرح کنه، که اینم در موردش صحبت کردیم. مباحث جالب دیگه هم تو صحبتتون بود که ولی من که کوتاهش میکنم دیگه. از من بس، سپاسگزارم. آقای پرنان بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما و خسته نباشید. دین بخشی از فرهنگ هر جامعه است و حالا فرق نمی‌کنه، کل دین ها رو من میگم، و البته در همونطور که همگی ما میدونیم اسلام خب به هر حال جزوی از فرهنگ ایران نیست، میدونیم که با زور اومده، ولی منظور من اینه که دین به هویت انسان‌ها گره خورده. ما نمیتونیم اسلام رو فرض کنیم که از مصری بگیریم، چون از درون پوک میشه، چون هویت اون گره خورده، یا ترکیه که مسلمان است یا عرب ها، هویت اونها گره خورده به اسلام. من هویت ما ایرانی ها زرتشتی هستش، یعنی دین نیاکان ما یک دین خردگرایی بوده، دین زرتشتی است. آیا این حزب برای آینده ایران یا سازمان های فرهنگی در برنامه خودشون چیزی گنجاندن که این وقتی ما بخوایم اسلام رو از مردم از اون شیعه ایرانی بگیریم جاش یه چیزی بهتری بدیم، چون نمیخوایم از درون پوک باشه، یه چیز بهتری بهش بدیم، آیا در فردای ایران حزب
به این فکر کرده یا سازمان‌های فرهنگی که به اونها دو بدیم، میدون بدیم، بتونن دین زرتشتی رو در ایران رواج بدن و این به یک زرتشتی بگیم آقا جامعه سکولاره بهتر قبول میکنه تا یک مسلمان. تا من تمام. سپاسگزار از شما جناب فرنان عزیز که وقت و شما بازم وقت داشتید. البته این سوال در محدوده حزبی، ولی خب آقای آریان خواهش میکنم شما یک کجا فرنان گرامی، شما بچه خوزستان هستین؟ فکر من برم نه من خراسانی هستم، اهل قوچان. آها بسیار خوب، چون واژه‌ای که عربی رو خیلی خوب بگویید هویه، درستش همونه که دقیقاً هویت که می‌گویید. به هر حال چیز مباحثی که فرمودید همش عالیه و حزب‌های سیاسی ایرانی هم به حمد الله والمنه هیچ وقت به این مباحث کاری نداشتن. که آقا اصلا کی گفتش که تو این آخر ایران پیاده پذیره؟ این همونی که من عرض کردم، این از جهان پروتستانت این بر اومده، بعدم تو کشورهای با دینای بی آزار پیاده شده و اینها، و بعدم اصلا این ما اینو خواستیم جا بندازیم و هویت کشورهای اسلامی یه بخش بزرگی با دینش گره خورده، خیلی شدید گره خورده، بعد اون چی میشه؟ نکنه درگیری ایجاد بشه؟ آقا آینده رو چیکار می‌خوایم بکنیم؟ این قبل از اینکه این گشایش شطرنج رو بکنیم مثلا در مورد حرکات آیندهش فکر کردیم؟ نه، ایرونیا به حمد الله هیچ وقت با محاسبه آینده کاری ندارن. فقط یه مطلب رو فراموش نکنید، اگر این کارگروه خیلی با ارزش رو خواستید توی حزب راه اندازی کنید، فراموش نکنید که این هم دوباره از اون سیستمای دربسته است، چون این مباحث رو فقط موقعی دوره میتونید بیارید بیرون دستاورداش رو، اگه بخواد بخشایش عمومی بشه. میدونید که پژوهش‌های داخل حزبی میتونه یه اقیانوسی باشه و چند قطرش عمومی بشه نسبت به نیاز. فراموش نکنید که اون موقع باید با منشور کنونی کاملا سازگار باشه، ولی من آرزوی من این بود که حزب دو تا دفتر کاری اینجوری میداشت که این جور چیزا رو ده ها سال قبل از که بخواد پیاده بشه به مشکل برخوره آنالیز میکردن. و روانشاد همایون هم خواب یه همچین سیستمایی رو میدید که بنیاد حزب رو وقتی قوی میکرد، همین دفتر پژوهش هم ایجادش همین بود. خود ایشون اون زمان که چیز بود حقیقت شیفته دستگاه های لیبرال انگل ساکسونی بود، که من چندین بار با اون روانشناس صحبت کرده بودم که گفتم فراموش نکنید که انگل ساکسونا پروتستانت بودن، این مشکلات دینی رو نداشتن، اصلا مشکل اصلا نداشتن، اصلا خود انسان پروتستانت خودش موتور پیشرفته، نه اینکه بازدارنده پیشرفت. ولی خب حالا ایشون بنیاد رو همین سیستم شاسترفتی تمام سیاسی گذاشتن، ولی آرزوشون این بود که حزب در آینده این دفاتر پژوهشی رو داشته باشه. فقط فراموش نشه اینا دفاتر دربسته هستن برای پژوهش‌های درونی و نتایجشون فقط به صلاح دید مهتران حزب و اون اندازه که لازمه به بیرون درز داده میشه. اگر بخشایی بود که اونجا پژوهیده شد و صلاح دیده شد که به نام حزب نیاد بیرون، از راه سازمان فرهنگی میتونه انتشار پیدا کنه بدون ارتباط مستقیم با حزب، ولی تو بخش پژوهش میتونید تا دلتون میخواید اینا رو پژوهش کنید، چون سیاستمدارای ایرانی هیچ وقت به مطلب کاری نداشتن، مثلا سقوط اون دولت قبلی هم فقط بالا همین بود، تا روز آخر که این مسلمان‌ها دنبال اونا کردن با چاقو تیک تیکشون کنن، خود ارکان دولت برمیگشتن به اون با چاقو به دستی که دنبالش کرده میگفت من با اسلام مشکلی ندارم، ولی اون با این مشکل داشت. این نشون میده که خود اونا مثلا یک لحظه رو به آنالیز این مسائل نگذرونده بودن، آخر هم از اون کشور رو به کام نابودی دادن. و برای آینده باید این مسائل آنالیز بشه. فقط دوباره تاکید میکنم در اتاق فکرای فعلا دربسته، بیرون دادنش به صلاح دید حزب به اون میزان که با منشور سازگار باشه. از من بس. سپاسگزارم آقای مریان. آقای بابک خرم بفرمایید، خواهش میکنم. بله، با درود به شما. من از موقعی که آدم نوبت میگیره تا موقعی که نوبتش بشه بعد موقع جواب داده میشه. خب بله دقیقا، من میتونم بفهمید. من با سوال میکنم داشتم در مورد همون رابطه بین مسئله فرهنگی و حزبی. این سوال برای من پیش اومد که شما منظورتون در شرایط کنونی هست که الان حکومت جمهوری اسلامی سر جاش هست، چه فردای ایران. این صحبتایی که در این اواخر کردید همین چند دقیقه پیش، خوبم متوجه شدم که در رابطه با الان از شرایط کنونی، ولی اگه فردا ایران رو نگاه بکنید، ما
اعتقادی خواهد شد، شاید حزب مشروطه تنهایی یا با ائتلاف بقیه احزاب بتونه دولت تشکیل بده. و دو تا وزارتخونه داریم به اسم وزارتخونه فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش. در اون رابطه شما نمیتونید اینجوری برخورد کنید که ما مسائل فرهنگی و حزبی رو نمیتونیم دخیل کنیم. شما الان هزاران امامزاده تولید شده بعد انقلاب ما داریم، اینا رو چجوری میخوایم ما باش برخورد کنیم؟ حوزه علمیه هایی که باید بسته بشه، لباس های روحانیت که باید ممنوع بشه، اینا در واقع مسائل خیلی بزرگی هستن که رو جامعه تاثیر میذاره. این آقایی که این عبا رو میندازه اینجوری رو دوشش راه میره، انگار حضرت محمد داره تو خیابون راه میره، یا اون امامزاده ای که اونجا هست انگار مثلا شما رفتی نجف، یا حوزه علمیه ای که اینا اصلا اجازه ندارن همچی چیزی داشته باشن. اینا باید لباسشون درارن برن دانشگاه تهران، الهیه تهران، دانشگاه تهران اونجا دوره ببینن، بعد بیان برن تو مسجد صحبت کنن. این مسئله خیلی سخت و پیچیده برای حل این مشکل، باید خیلی برخورد قاطع بشه. از اون دو چندان سکولاریسمی که شما راجع به صحبت کردید، به نظر من از روز اول ما بهترین شانس رو داریم که تو قوانین اساسی خیلی محکم و استوار اینا رو بذاریم، چون بعد از اون شرایط سخت‌تر خواهد شد. مذهبیون قدرت خواهند گرفت، همونطور که شما حدس می‌زنید. بله، همونطور که شما حدس می‌زنید دیر یا زود اینا برمیگردن. ولی من بیشتر از این که مذهبیون به این شکل برگردن، اگه قوانین اساسی به شکلی استوار وجود داشته باشه، اون پول‌های کثیفی هست که اینها الان از پول ملت ایران دارن جذب می‌کنن تو خارج از کشور دارن، اینها وقتی برمیگردن مطمئنن به اسم مذهب و اسلام برمیگردن. شاید امثال پوتین بیان برگردن با قدرت‌های بیشتر، با پول بیشتر و قدرت رو بگیرن برای اهداف خودشون، که میتونه شاید حتی اهداف مذهبی نباشه، میتونه اهداف بسیار سرمایه‌داری بی در و پیکری باشه، مثل همین جمهوری اسلامی که بتونن قوانین رو بذارن که به نفع خودشون تموم بشه. با سپاس از شما. سپاس گزارم. سپاس. این اشارات در داخل یه حزب سیاسی اینو انجام پذیر همش، اینو عالی بود که مثلا یه کارگروهی باشه که از الان فکر بکنه که آقا در چهارچوب اون کارهایی که حزب سیاسی شسته رفته میتونه بکنه، از الان پیشترها ریخته بشه که از فردای پیروزی بر آدمخوارها داستان تعداد اوضای علمی مسلحا و امامزاده های یالزگو بال در رفته اینا چه خواهد شد. یه فکر طبیعی خب همیشه این بوده که وقتی اوقاف از دستشون گرفته بشه تا بخش بزرگی خودش خوشو تصحیح میکنه، ولی ایشون یه مطلب بسیار جالبی رو آوردن که گفتن با میلیارد ها میلیاردی که الان سپرده شده در جاهای گوناگون، این از بیرون دوباره تزریق میشه برای برکشیدن اون شبکه های مافیای اسلامی. دوباره بنزه کافی نیرو این بار سرمایه گذاری کردن، برخلاف اون گریختگان دولت قبلی که در خارج سرمایه نداشتن برای پیش برد این کارهای سیاسی، اینا فکر حتی اون روزو هم کردن. این یه مطلب جدیه که یه دفتر کاری در مورد این میتونه، این دیگه به حزب سیاسی ربط داره، این دیگه به مسئله سازمان فرهنگی نیست، میتونه یه دفتر کاری در مورد، مثل یه دفتر کاری هست که ممکنه بخواد در مورد مثلا پیشنویس قانون اساسی فکر کنه فقط در مورد مثلا سیستم های اقتصادی فکر کنه، یا خصوصی سازی پس از سقوط فکر کنه. یه دفترم حتما میتونه باشه که برنامه کار کانکرت برای این بریزه، چه کاری در داخل بستر ایران شدنی است که سازگار باشه با یه حزب سکولار و دموکرات و منطقی رسمی، نه یه سازمان فرهنگی، که این همین سوء تکاملی رو که رخ داده اینو هرس کنه، تمیزش کنه. و دستور کار مثل دستور کاری که از قبل کتبی صادر شده، فقط دیگه شما منتظر اون لحظه پیروزی هست، یعنی برای فرداش برای تمام امور در اون دوران گذار و موقع دستور کار دارید. این مثلا یه کاریه که در برخورد با این وضعیت مسموم اجتماعی که الان پدید اومده به وسیله دین اسلام در ایران پس از انقلاب، این یه چیزیه که حزب سیاسی در مورد این مسئوله. این دیگه کار سازمان فرهنگی نیست. اونی که مثلا روشنگری کنیم که آقا چی شد چی نشد، این تاریخ ایران چی شد، اونو میشه به سازمان فرهنگی سپرد. ولی اینجور راهکارا رو که الان بابک گرامی گفت، اینا مال حزب سیاسیه. این یه پیشنهاد خیلی درخشانه بود که دفاتر کاری در مورد اینا پرداخته بشه که کانکرت پس از سقوط آدمخورا کارهایی که باید انجام بشه در یک دوره گذار چجوری خواهد بود، و پس از سر کار اومدن اون دستگاه سکولار در سالهای اولش هم باز چگونه خواهد بود. پیش آنالیز این مسائل. سپاس. از من بس.
مرسی، سپاس از شما. آیه ویستا بفرمایید، خواهش میکنم. یه نوشتم. ببینید، من به نظر من فکر میکنم تنها راه منطقیش نوشتن قوانین سفت و سخت باشه، حالا چه از منظر لائیسم یا چه از منظر سکولاریسم. بایستی به هر شکلی جلوی ورود مذهب رو یا تمام قوانین مذهبی رو توی سیستم آموزش، سیستم قضاوت یا اداره مملکت گرفت. واقعا بایستی حرکات این هر نوع مذهبی رو تحت کنترل داشت، به خصوص اسلام رو. نبایستی حالا به اسم دموکراسی یا به اسم حقوق مذهب و فلان جلوی سوء استفادهشون رو، یعنی شرایط سوء استفاده رو براشون فراهم کرد. الان فقط دیگه بحث اسلام نیست، همین الان توی ایران به جز اسلام، یعنی از اسلام که گریزان میشن کسایی که از اسلام میان بیرون، سریع عرفان‌های نوظهوری مثل عرفان حلقه، مثل عرفان‌های حتی ایرانی، صوفیگری، عرفان‌های هندی دامپن کردن. اونا از اینا بدتر، یعنی استادن توی منحرف کردن حتی جوان‌ها. من فکر میکنم که حتی برخورد ما هم نمیتونه مثل غرب باشه، نمیتونه مثل فرانسه باشه، نمیتونه مثل انگلستان باشه، به خاطر اینکه به حال همونجور که گفتین اونا اسلام مسلمان زاده که نیستن، اصلا شرایطی که کشور ما داشته متفاوته. ببینید، ما توی آلمان حزب سوسیال مسیحی داریم که من فکر اصلا بعید میدونم درست باشه، نمیدونم، اصلا من موافقش نیستم که بخواد حتی اجازه به مذاهب داده باشه که حزب داشته باشن. یا مثلا اینجا توی بریتانیا دادگاه‌های شریعت داریم که اصلا مکافاتی شده واسه کسایی که فعالیت هیومن رایتس میکنن. مدارس اسلامی داریم، مدارس کاتولیک داریم که 21 دقیقه بعد که من فکر می‌کنم نباید داشته باشیم، نباید اجازه بدیم این مدارس به خاطر حقوق کودکان نباید اجازه داد اینها اصلا راه بیفتن. یا به طور اساسی شاید بهترین کاری که میشه کرد اینه که مانع حمایت دولتی از اینها شد، همون کاری که دولت‌ها مثل اینجا داره میکنه از کلیسا، ولی ما نباید بکنیم، هیچ نوع مذهبی رو نباید ساپورت بکنیم. و حتی من یک مطلب دیگه هم دوستمون گفتن که اماکن مذهبی رو باید ببندیم و باید جلوی لباس‌های مذهبی رو بگیریم و نباید بذاریم مثلا امامزاده. نه، نمیشه این کار رو کرد، نمیشه که مانع فعالیت مذاهب شد، نمیشه که جلوی رفت مقدساتشون رو گرفت، ولی میشه کنترلشون کرد، میشه محدودشون کرد، میشه قوانین رو ایجاد کرد که اجازه قدرت گرفتنشون رو ندار. همونجوری که خودتونم گفتین آقای ویستا، خواهش میکنم جمله آخره بفرمایید. همونجوری که گفتین 15% ما مسلمان واقعی داریم، درسته اونا هم بیشتر از سید و ساداته، ولی من به جرئت میگم به خاطر اینکه من خودم از کسایی هستم که در این قضیه فعالیت داشتم و دارم، ایران از ناباورترین و بیخودترین جوامع آینده خاورمیانه خواهد بود و به هیچ عنوان نباید حزب ما یا هر حزبی به این اسم که چون سیاسیه بیاد بدون عمل باشه در قبال مذاهب. نه، نمیخواد دخالت بکنه، ولی میتواند همونجوری که گفتین با حمایت از این سازمان‌های فرهنگی اساس حرکت‌های رادیکال اینها رو بزنه. سپاسگزارم شما. بله، من الان یه نظر دوم شنیدم در سوی همون نظر بسیار مفید جناب بابک خرمی گرامی، که یک دفتر ویژه بررسی در حزب وجود داره از افرادی که به این کار علاقمند هستن، که ما کانکرتلی در داخل یه سیستم سکولار و دموکراتیک در آینده توی سالهای اول، ماهای اول و سال اول چه کارهایی باید انجام بشه، برای همون دستور کار و آنالیز که چه کاری میسر میسر نیست. من الان دو نفر اینجا آیدنتیفای کردم که اینا جاشون تو اون دفتر کاریه و اینا رو در داخل حزب این چه داره بشه آنالیز کرد. در درجه اول این کارهای حزب سیاسیه که فضا رو چجوری سالم کنه، باز کنه این تندروی های مذهبی رو و این مثل قاچ رشد کرده سیستم های مافیایی رو تر و تمیز کنه و به یه حالت عادی برگردونه و زیر کنترل بیاره. این تو اون دفتر کاری جای این مطالب خواهد بود. مسائلی هم که فرمودید همش بسیار جالب بود. من یکیشو فقط برمیگیرم. گفتید خود فرنگی ها راهکارشون با اینا چجوریه، بالا ما یه جوری. بله، خود فرنگی ها که اصلا در برخورد با اسلام که کاملا شکست خوردن، که
الان تمام مناطقی که مسلمان‌ها در اروپا رفتن توش اسکان گزیدن، چه در فرانسه چه در آلمان، از کنترل شهربانی و دادگستری کاملا اومده بیرون. یعنی این کشورهایی که کاملا جا افتاده سکولار بودن و این دستگاه جا افتاده را داشتن، از انتگریشن مهاجرین کاملا عاجزن. کاملا خیلی جا هست که اصلا شهربانی اصلا جرئت نمی کنه بره تمام این نو گو اریا ها و همچین افرادی که اصلا نمیتونن به ما راهکار پیشنهاد کنن. خود اینا تسلیمن، اصلا موندن چی کارش بکنن و میبینن هرچی هم آموزش میدن تو مدارس اینا با مهاجرین مسلمون به اندازه ذره المثقالی تو مغزشون اثر نمیکنه. بنابراین پویان گرامی، بابک گرامی، تو اون دفتر کار این پژوهش ها باید بالت اوریجینال انجام بشه، چون فرنگی ها که عاجز موندن. خودمون باید یه راهکاری پیدا کنیم که در مورد این سیستم کار کنه. از من بس. بسیار سپاسگزارم. خانم شوره نظر بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما جناب و درود بر همه هموطنان عزیز و جناب قطبی نازنین. در رابطه با تشخیص قابلیت و معرفی خواست ملت ایران که از جامعه تولید به جامعه تاجر مسلک و شمشیرزن تبدیل شده صحبت کردیم جناب آریان، اما اگر موافق باشین یک نگاه اجمالی داشته باشیم به این که نه تنها در زمان پهلوی ها و نه پیش از اون، اگر ما برگردیم و این به طور قطع و یقین در ید قدرت جناب عالی هست، ما اون اصفهانی رو که شما ازش یاد فرمودین به عنوان اینکه ارامنه رو گسیل دادن به اونجا برای اینکه جامعه ایرانی ما رو تبدیل به یک جامعه تولیدی بکنند، یادمون باشه اونجا یهودیه بوده. اصلا اسم اون اصفهان با نام یهودیه شناخته می شده. نتیجتا با در نظر گرفتن اینکه ما احترامی ویژه برای گام‌های بلند و سازنده یهودیان قائل هستیم و نقش و مسئولیت اونها رو ما چگونه ارزیابی میکنیم. البته بنده اینجا اضافه بکنم این به معنای تبرئه اسلام و جامعه اسلامی نیست، ولی آنچه مسلم است اینا یه معلم هم داشتن و متاسفانه همچنان ما سایه این جریان رو تا به امروز هم میبینیم. بنده به شما گوش میدم جناب. سپاس فراوان از شما خانم نجم. بله، وارد شدن به پاسخ به این پرسش ها و موقع ما رو دوباره الان امروز تبدیل به اون چیز میکنه، ورکشاپ تاریخی میکنه. ولی حالا من یه پاسخ کوتاهی میدم. ببینید، ذهن انسان یک گرایش های کلی داره که من اسمشو میذارم جهان نگری. جهان نگری ایران از پیش از اسلام به پس از اسلام از یه ریلی به یه ریل دیگری افتاد. چون بحث امروز ما کارهای تاریخی نبود، من به این بحثا وارد نشدم. اونو میشه نسبتاً ثابت کرد که اهدافشون تو زندگی تغییر پیدا کرد و ابزارهاشون هم تغییر پیدا کرد. در فشرده ترین حالت میشه گفتش که هدف جامعه ایران ساسانی، بخشای زرتشتیش به ویژه، مسئله پیشرفت بی پایان بود که اینا مطرح میکردن تو واژه فنی خودشون به عنوان ابزونیگی. ابزونیگی یعنی هر اون چیزی رو که افزونی یا توسعه ساختاری میاره با خودش یا معنوی، و درکشون هم از این ابزونیگی واژه فنی دیگری بود به نام بواندگ منیشنی. یعنی اینکه این پروسه‌های تولیدی هم بر پایه پرفکسیونیسم باید انجام بشه. برای همینم تولیدات مادی که داشتن تمام بازارهای جهان رو اون زمان خفه کرده بود، چون اون خود رومی ها خیلی اوقات تسلیحاتشون رو از دشمن وارد میکردن، یعنی از ایرانی ها، چون ایرانی ها در حقیقت اون زمان ژاپنی های جهان شناخته شده بودن که میگفتن این آهنگر زرتشتی وقتی یه جنس درست میکنه تا این پرفکت نباشه ول نمیکنه، به خاطر همون ارکان ایدئولوژیکی که داشتن. این هدف پیشرفت بی پایان
بر بنیاد پرفکسیونیزم، این کاملا جایگزین شد در دستگاه اسلامی با آرمان بهشت روی، یعنی یک آرمان تمام تولیدی جایگزین شد با یک آرمان تمام مصرفی، که اگه من وظایفی رو که الله به من داده دونه دونه انجام بدم، نماز، روزه، کشتن کفار، از این حرفا، منو میبره پیش حوری ها و اونجا به من یه بازنشستگی بی پایان میده. این بخش اهداف رو کاملا منحرف کرد و تو بخش ابزار هم ایرانیای کلاسیک باستان، در بخش اصلشون همون زرتشتی ها، خب اونا خودشون مخترعین این مسائل بودن در حقیقت 1000 پیش از میلاد، هنگامی که وارد به فلات ایران شدن، نه خب تو اوستا میشه اصلا دقیق‌تر دنبال کرد که اینا کانسپتشون رو دو تا ستون بود که من به این پیشرفت بی پایان از راه دو ستون میرسم، دو ستون ابزاری، یکی از راه خرد به قول اوستایی خرد داو، یکی هم از راه وجدان آزاد فردی به قولشون دعینا، که انسان اون موقع خودش میشه منشأ اثر و به پایگاه خداوندی برکشیده میشه، یعنی اینکه یار خداونده و بنابراین حتی حق داره از خداوند انتقاد کنه. حالا بحثش درازه. توی اسلام گفتن خب ما که میخوایم بریم بهشت، هدفمون که شده بریم بهشت، برای اینم که بریم بهشت دو تا ابزار داریم، یکی ایمان، یکی تقوا، یعنی خرد رو با ایمان جایگزین کردن و وجدان آزاد فردی رو با ترس از خدا، با تقوا، از میشه تقا، و این عمقی انسان مصرفی رو طول ایجاد کرد که حتی جرأت فکر کردنم دیگه نداشت. عموم قوم به این مسیر رفت. حالا در اون وسط هنوز جزائری بودن که بیشتر حالتهای کلاسیکشون رو نگه داشته بودن، این درسته. از این جزائر به ویژه اقلیت یهودی بود که اینها چون دیوارهای دور گتوهای خودشون چیده بودن و به هیچ وجه نه با مسلمان ها رفت آمد میکدن، نه حاضر بودن که با اونا دخیل بشن، اون روح ایران ساسانی توی این گتوهای اینا هم زنده بود و یه عالم از واژه‌های پهلوی هم مثلا تو اونا مونده بود که تو فارسی دری از بین رفته بود. مثلا تو همین لهجه یهودی اصفهانی وقتی میگفتن یک کسی میخواد مثلا نفلت کنه بکشدید، اون قدما پیرا میگفتن میخواد کناست کنه. کناسی اون یه واژه‌ای که بروز اشکانی برمیگرده، حتی از ساسانی هم قدیمتره، از وناس میاد. وناس اصلا ریشه گناه هم از اون میاد. نس تو فارسی باستان میشده نابود کردن، و پیشوند راه اندازی بوده، وناس یعنی چیزی رو نابود کردن، و شده گناس، بعد شده کناس، که اونا تا کناس میگفتن. تا همین نسل پدر بزرگای قدیم زمان رضا شاه هنوز این فارسی یهودی هنوز زنده بود تو اصفهان. این الان کار ما آنالیز ویژه این جزایر اقلیت‌های مذهبی که مونده بودن و در داخل خودشون مثل رزرویشن‌های سرخپوستی اون حالات قبل از اسلام رو نگه داشته بودن، اون الان دیگه از بحث ما اینجا میره بیرون. من فقط یه نمونه وار گفتم که وارد بحث‌های جزئیاتی بخوایم بشیم میریم مثلا به یه ورکشاپ تاریخی تبدیل میشیم. بنابراین فقط در مورد مسائل سیاسی صحبت کردیم. از من بس. سپاس از شما آقای دکتر. جناب دکتر چالوسی بفرمایید، خواهش میکنم. سپاسگزارم. من خیلی لذت بردم از این بحث. سپاسگزارم از شما و از شورای مرکزی که این بحث رو پیش کشیدن. خیلی بسیار بسیار عالی است. فقط یه نکته این که پیچیدگی اسلام و سیاسی بودن، سیاسی نظامی بودنش باعثی کاملا ما فرق بذاره بین مسیحیت و یهودیت. چون یهودیت شما تا مادر شما یهودی نباشه شما رو یهودی نمی‌کنن. این یه بحثه. نه هرچی هست بالا خودشونه. مسیحیت خب بعد 300 سال بعد از صلیب کشیدن مسیح یونانیا بایبل جدید درست کردن، بعدش هم رومیا کنستانتین اینو از دین از خاورمیانه میدلیست آورد تو اروپا. حالا بعد چی شد اون بحث دیگه. ولی مسئله پیچیدگی اسلام خیلی فرق میکنه. اسلام اومد بیرون، خودش اومد بیرون. و این پیچیدگی اسلام هم ترس من، نگرانی من اینه که خلاصه باید راهکاری پیدا بکنیم، چون مسیحیتی راهکار خاص خودش رو باش برخورد بکنیم، یهودیت همینطوری، ولی در مورد اسلام کاملا باید فرق بکنه. اونا من نمیدونم، چند کار فرنگی نمی کنم، واردم نیستم، ولی فقط میخوام بگم نگرانی به پیچیدگی اسلام و ما باید اونا که میدونن یه راهحلی براش پیدا بکنن. چون اگه همونطوری یه روزی دوباره اومد یه زلزلی شد، یه سیلابی شد، یه بیماری شد، اصلا پست اومد گرفت، بعد دوباره ایرانی‌ها دوباره برگردن دوباره اسلام، اینا با باعث خلاصه حالا نمیدونم واکسینه
آیا که همون که سام گفت با یه جوری واکسینش بکنیم به یه شکلی با فرهنگ خودمون که دوباره اینا بر نگردم. من گفتم من وارد نیستم، فقط من دارم مشکل نگرانی خودم دارم بازگو میکنم. سپاسگزارم. این آیا سپاس جناب آقای چالوسی. آقای آریان توضیح دارید. آقای چالوسی به این مسئله اشاره میکنن که این توی نشستم بارها اشاره شد که خب این اسلام خیلی 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 بیشتر جلوی سکولاریسم و پیشرفت منطقی مقاومت کرده تا جهان مثلا مسیحی پروتستانت، و این نشون میده که خب یه چیزیش هست دیگه و این باید آنالیز بشه. این من گمان کنم از صحبت های امروزمون دو تا دفتر کار واسه حزب تراشیده شد. یکی اون دفتر کاره بود که میخواد دستور کاری رو بنویسه که از فردای رفتن آدم خورا توی 3 سال اول 10 سال اول اینا چی کار باید بشه، هر زمانی هم با مسائل خودش با آنالیز واقع بینانه چی کار باید بشه، چی کار انجام پذیره، چی کار با دموکراسی سازگاره، چی کار با سکولاریسم سازگاره، چی کار با وضعیت ایران سازگاره. یه دفتر کار دوم دیگه هم احتمالاً خواهد بود که پژوهش‌های تاریخی و فلسفی سیستماتیک خواهد بود، ولی اون دومی باید قول بده که درا بسته باشه. یعنی اولی هم باید درا بسته باشه، ما که نمی‌خوایم راهکار رو از الان لو بدیم که چیکار می‌خوایم بکنیم، ولی دومی باید به ویژه پشت درهای بسته فقط پژوهشی انجام بشه و فقط در سازگاری با منشور به بیرون چیزای داده بشه یا به سازمان‌های فرهنگی نتایجش داده بشه. ولی مثل اینکه ما یه دو تا دفتر کار اینجا باید پدید بیاد، یکی در مورد دستور کارها، یکی در مورد پژوهش‌های بنیادی که آتش دوستان بخوابه و این باید آماده سازی هم بشه برای اگه واقعا کشور این بار میخواد موفق بشه. از من خانم تهرانی و آقای صدری آخرین دوستانی هستن که صحبت میکنن. خانم تهرانی بفرمایید، خواهش میکنم. درود عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان و ممنون از آقای آریان. من میخوام یکم برگردم به اول اصلا این جلسه که پیرامون بحث‌های مذهبی شروع شد و جناب آقای آریان بسیار زیبا توضیح دادن. من رشته خود من حالا دو دانشگاه یکی از پژوهش‌هایی که داشتیم اسلام شناسی بودش و خود من یکی از مخالفین سرسخت اسلام هستم، اما یه چیزی رو نباید فراموش بکنیم. درسته که الان ممکنه آمار مسلمان‌های معتقد در ایران خیلی کم باشه، اما متأسفانه تابوی شکستن اسلام خیلی زیاده. یعنی افراد مشروب خوریشون رو میکنن، جشناشون رو میگیرن، مهمونیاشون رو دارن، ولی محرم که میشه عشق حسین و شور حسینی بد جور میگیرتشون. یعنی تو محرم لب به مشروب نزنم. یعنی اون تابوی هنوز پشت تینت خیلی از افراد وجود داره و ما این جلسه رو من فکر میکنم گذاشته شد برای اینکه ما از صحبت‌های آقای آریان اینو یاد بگیریم که ما باید با توسط کار فرهنگی خیلی آروم و زیبا و مستمر مثل یه رودخانه بیایم عمل بکنیم برای تغییر این نوع نگرش. ما اگه در خود حزب نتونیم با هم دیگه در مورد یک تفاوت نظر صحبت بکنیم و اسلام رو بخوایم مثلا انکار بکنیم، یعنی هر کسی مسلمونه اصلا ایرانی نیستش، هر کسی اعتقاد به اسلام داره اصلا باید سرکوبش کرد، نابودش کرد، ایرانی نیستش، آریایی نیستش، این روش غلطه. حالا چه بخواد سیاسی باشه چه بخواد فرهنگی باشه، اما اگر کارگروه فرهنگی موازات کار سیاسی فعالیت بکنه، مطمئنن یک جایی میتونن همدیگر رو پوشش بدن و همدیگر رو یاری کنن. اما اگر بخوایم مختصر بگیم سیاسی نباید فرهنگی کار کنه، فرهنگی هم نباید سیاسی کار بکنه، ما به هدف نمیرسیم و با تخریب و توهین و شمشیر از رو بستن که زرتشتی الان همه ایران، یک دقیقه خانم، بله، باز هم به نتیجه نمیرسیم. از نظر من حزب یک کارگروه خیلی خیلی قوی میخواد کارهای فرهنگی رو موازی با کارهای سیاسی انجام بده. طبق گفته آقای آریان کاملا موافقم که میتونه خیلی کارهاش رو پنهانی انجام بده. سپاس از اینکه این وقت رو به من دادید. سپاس گذارم. شهرام جان بفهم. صحبت ها که منطقی و درست بود در مورد حالا بعدن جزئیاتش اون توی اون کارگروه ها باید شکافته بشه از نظر فرهنگی، ولی مثلا یه کارگروه فرهنگی هم میتونه مثلا آنالیز کنه که آخر سر مثلا این دستگاه این ایدئولوژی مثلا تا چه اندازه واقعا با نگاه کلاسیک قوم خود ایرانی ها سازگار بوده یا نه،
و میتونه آدم به این نتیجه برسه که نبوده، در حقیقت یه سیستم مهاجمه، یعنی تا به امروز هم مهاجم مونده. اینا رو میشه گفت بدون اینکه به کسی فحش داد، اینا رو میشه گفت بدون اینکه آدم بگه که هر کسی که نمیدونم خودشو آریایی نمیدونه مثلا جاش اونجا نیست از این حرفا. فراموش نکنید خود نیاکان من ازبک بودن، اینا زمان شاه اسماعیل شنده بودن که شاه اسماعیل گفته هر کسی سنی بکشه من بهش ملک میدم. اینا هم مثل که از فردا شیعه شده بودن، شروع کردن دور برای خودشون همه رو سر بریدن بیان تو خراسان ملک بگیرن. ما اینجوری اومدیم ایران حقیقت اون زمان اینه که موضوع تو ایران خب مسئله فرهنگشه بیشتر از نژادش، ولی میشه در مورد این صحبت کرد که فرهنگ کلاسیک ایران که اون بار تولیدی رو داشته اون تقریبا چی بوده و مثلا اسلام چه انحرافی توش پدید آورده. همه اینا رو میشه گفت بدون داد و بیداد و بدون فشار غیر عادی که توی حزب سیاسی که اصلا نباید باشه. مطلب دیگر من فقط اینو نظر خصوصی بهتون بگم. ببینید در آینده که فضای ایران اگه سکولار شد و آزاد شد، این برای ایران مفید میتونه باشه که یه چند میلیون نفر تو شناسنامه‌شون دینشون رو تغییر بدن، چون یکی از مشکلات عظیمی که ما داریم این اکثریت عجب و غریب این دین غریب است تو کشورمون که بعد از موضع بستانکاری میاد گلوتو میگیره میگه تازه ایشتی هم به من بدهکاری. ولی اگه مثلا در ایران آینده یا به دلائلی 15 میلیون نفر تو شناسنامه‌شون نوشته باشه زرتشتی و اینا حالا اگه ایمان هم نداشته باشن الکی جشنای زرتشتی رو بگیرن و در کم یارو وقتی دیگه رو چون مسلمون نیست، اون مسلمان خیلی جاها تحکم برهانیش هم علیه این قطع میشه. یعنی دیگه فقط اون پوشش اون دولت سکولار نیست که بیاد بگه آقا به کار این دخالت نکن، بلکه اصلا حق نداری، اصلا دین دیگه اصلا داری چی میخواد جونش. این میتونه کمک کنه. همچین طراحی هایی و همچین مهندسی های اجتماعی رو هم یه حزب سیاسی حتی دورادور میتونه مثلا بگه که اگه اتفاق بیفته بد نیست، ولی اون وظیفه دوباره سازمان های فرهنگیه که اونا این تبلیغ رو بکنن، مردم اصلا دلشون بخواد این کار رو بکنن نکنن فلان. حزب سیاسی فقط وظیفش این خواهد بود که فضای آزاد سیاسی و دینی و اجتماعی ایجاد کنه که دیگران هر فعالیتی که میخوان توش برن. ولی خود من همونجوری که خانم تهرانی اشاره کردن، منم به این باور دارم که تا موقعی که تا همون شناسنامه ها ما یه اکثریت 90 خورده درصد مسلمون داریم، همیشه دوچار مشکل خواهد شد. به اون نظر شخصی از من بس. دقیقاً درست میفهمم. مرسی. همین جان آقای صدری بفرمایید خواهش می‌کنم. شما نفر آخر هستی و بعد جلسه رو دیگر تموم خواهیم کرد. آقای صدری بفرمایید. سپاسگزارم. صدا من میاد؟ بله. بله. یکی در مورد عضویت در سازمان‌های فرهنگی، دوستان هیچ تضادی با آیین‌نامه نداره. آیین‌نامه عضویت در یک سازمان سیاسی دیگر رو نمی‌پذیره. سازمان‌های فرهنگی هیچ مسئله‌ای نیستش. همه دوستان میتونن در سازمان‌های فرهنگی فعالیت سیاسی ندارن باز باشن تضادی با آیین‌نامه. میگفتم که تضادی نیست بین عضویت در سازمان فرهنگی و آیین‌نامه، چون آیین‌نامه عضویت در دو سازمان سیاسی رو نمیپذیره. سازمان فرهنگی مسئله نیستش. اشاره شد به اینکه یه مقدار یه سری افرادی که مسلمان هستن یا اندیشه رادیکال اسلام دارن در فردا بیان برن پاسندگی‌های رأی و اوضاع جامعه رو برگردونه. من فکر می‌کنم اینو دکتر همایون اشاره خوبی کردن که ما پایمون رو به لیبرالیسم می‌ذاریم برای اینکه دموکراسی میتونه منجر به یک دیکتاتوری بشه. بنابراین اگر ما پایه رو همونجا بر لیبرالیسم بگذاریم و حالا این به قول من گفتنش آسان‌تره، عملی کردنش هم دیگه شهرام گرامی با هم اشاره کردن خب نیاز به کارگروه دیگری داره، کارهای دیگری داره. اما بر این بگذاریم که لیبرالیسم نمیتونه زیر پا بره، اون مسئله رو هم فکر می‌کنم میتونیم منتفی کنیم. یه جایی آقای فکر می‌کنم پرنان اشاره کردن که هویت ما زرتشتی هستش. از اینکه آیین زرتشتی تاثیر بسیاری بر فرهنگ ساختار اندیشه ما داشته شکی نیست، اما امیدوارم این بر این اطلاق نشه که کسی که آیین زرتشتی رو نمی‌پذیره هویت ایرانی کمتری داره. این دو تا اشتباه نشه. شهرام چون گفتین که در شناسنامه‌شون دینشون رو چیز دیگه بنویسن، آیا اصولا این نباید باشه که در شناسنامه شما لازم نیست دین رو بنویسی؟
حالا تو برخی کشورها هست دیگه، به قول تو میگه اصلا قانون خواهد بود که اصلا توش نامه کسی چیزی ننویسه. من فقط یه اتفاق خنده‌دار واسه خودم افتاد، اینه واسه دوستا بگم. خب من که اصلا چیز هستم، اتئیست هستم، یعنی ناباور به هر چیزی و اینها، و پدر مادرم وقتی که انقلاب شد، ما قبل از انقلابم خانواده‌مون چون نظامی بودن و اینا شیعه های خیلی خیلی متعصبی بودن، میگم در مقایسه با آیت الله خمینی لیبرال بود، ولی بعد از انقلاب این چون تضادی که میونه ملیت و دین رو انقلابیون برکشیدن که به درستی هم برکشیدن چون در حقیقت این تضاد بود، بعد خانواده ما جلوی دوراهی قرار گرفت و بیشترشون راه در حقیقت ارتداد رو رفتن. آدمای خیلی مذهبی هم بودن، پدر من که آدم خیلی خدا باوری هم بود، بعد از یک دو سال مطالعه تو دینای دیگه رفت زرتشتی شد. بعد منم حالا اینا رو از دور می‌دیدم، به کار اینا خود می‌خندیدم، میگفتم ما تو این قرن آخر قرن 20 من تو فکر اینه که دین چیه. و حالا ما دیگه همینجوری شانسکی دیگه زرتشتی بودیم چون اونا زرتشتی شده بودن، این دیگه رفت تا اینکه من خودم داره فرزند شدم. بعد رفتیم برای اینا تو کیندرگارتن جا بگیریم، اینه کیندرگارتن پروتستانتیک بود هم شمال آلمان دیگه، رفتیم اونجا. و بعد این خانمه میگفت آره ما یه خورده آموزش دین و اینام داریم برای بچه های 3-4-5 ساله و دین شما چیه؟ شما احتمالا مسلمونید دیگه. گفتم نه من بیدینم ولی رسمیش زرتشتیه. گفت چی هست؟ من پیش نیچه دیدم از این نام برده ولی این دین مثل که کاملا از بین رفته، اصلا چی میگه؟ منم موندم یه 2-3 دقیقه براش توضیح بدم که این چیه. گفتم آره یه آینی بوده که همش این مسئلهش پیشرفت سنتی و معنوی و اینا بوده و انسان رو همپای خدا میدونسته و از این حرفا و رو خرد و وجدان و اینا خیلی تاکید داشت. ای گفت ای پس مثل خود اون پروتستانت هاست. میگفتش که هم میگفت من اول میخواستم این بچه رو بذارم تو گروه، گفت دو تا گروه ما داریم، یه گروه پروتستانت ها توش هستن، یه گروه کاتولیک ها هستن و مسلمان هم کاشتیمون تو چون اونا شباهت دارن. ولی گفت با این چیزهایی که شما میفرمایید شباهتی بونی که نداره، اینو من با عزتون میذارم تو گروه پروتستانت. من همونجا خندم گرفت چون متوجه یه امر خیلی خنده‌داری شدم که به خودم گفتم ببین شهرام اینی که رسما آخر سر آدم چی هست یه اهمیتی داره ها، همه شما پشت پرده. حالا حتی فقط آینه نمیدونم زناشوییه، نمیدونم مرگ هر چی هست، باورم که نداری، باورم که نداری، یه فرقه که داره. اون کاری که اون زمان پدر مادرم رو بهشون میخندیدم یه اثراتی واقعا تو جهان واقعیت هم داشت. اینی که تو ایران آینده، حالا اونایی که دیگه خیلی آتششون داغه و گفتن دیگه خیلی من ایرانی هم هستم از حرفا، اونا به نظر من رسما بگی من زرتشتیم اون سود میرسونه که ما یه 7-8 میلیونم تو این کشورم اینجوری داریم. از من بس.